خب بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز چند دقیقه برنامه رو زودتر شروع کردیم که بدهی هامون رو پرداخت کنیم. دیدید اینایی که خیلی بدهی دارن به جای ساعتهای معمولی زودتر میرن سر کار که اون ساعتهای بیشتری که کار میکنن بدهی هاشون پرداخت بشه. اولین بدهی به خانم فری شوبیری، باید از ایشون عذرخواهی کنم چون ایشون فکر میکنه که من تنها به قاضی رفتم و ایشون میگه که اگر اون کامنت من رو پاک نکرده بودی اونجا من به این دختر خانم نگفتم که شما پول گرفتی. در هر صورت گفتم اگر شما فکر میکنی که من تنها به قاضی رفتم یا زیادی طرفداری کردم از این خانم، از شما عذر میخوام و امیدوارم که بتونیم دوستان خوبی باشیم با اینکه اختلاف عقیده داریم ولی دشمن هم نباشیم. این یه بدهکاری. دومی که یه دوستی زنگ زد و گفت که آقای سوربی، شما بارها توی برنامه یه مثالی رو زده بودید که خیلی ساده است ولی من هیچ وقت دقت نکرده بودم. اون مثال اینه: چشمتون رو ببندید، اگه رانندگی میکنید نه، یا اگه راه میرید نه، اگه نشستید چشمتون رو ببندید، فکر کنید که شما با برادرتون سوار ماشین هستید، برادرتون داره رانندگی میکنه یا بهترین دوستتون داره رانندگی میکنه. این وقتی میره اینجا حق با ایشونه. یه بچه‌ای داره با دوستش بازی میکنه با دوچرخه، با وجودی که باید وایس سر چهارا، بچه هست دیگه، حواسش نیست، وای نمیسه، میاد و میزنه به ماشین داداش شما، بغل ماشین داداش شما. اینجا میگن بنت، اونجا تو ایران میگفتن قور شده. قور شده یعنی زدن بیرون، درسته، ولی این میره داخل. داداش شما یا دوست شما چنان عصبانی میشه، میاد پایین، این بچه رو میگیره زیر مشت و لگد و هر چی دلش میخواد به این فوش میده. شما چی کار میکنی؟ بچه رو نمیشناسی، داداشتو میشناسی یا دوستتو میشناسی، چه کار میکنی؟ من کاری که کردم، من از اون خانومی که نمیشناسم، از این بچه‌ای که نمیشناسم دفاع کردم، گفتم که حالا تازه اون تو استاپ ساینم نیومده، خطایی هم نکرده، تو کشور آزاد یا از کشور آزادم نیست دیگه بدتر، اومده نظرشو گفته. میگم بابا شما نباید اینقدر ناراحت بشین، تهمت و اینها. ولی ایشون میگه ما تهمت نزدم. خب ما از ایشون معذرت میخوام و بریم سراغ برنامه‌مون. همینجور که زیر میبینید شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. این تصویری هم که امروز پشت سر منه، این موجای سیگنال و کامپیوتر و شماره و اینها هست و باورتون میشه دستگاهی که فقط صفر و یک رو میفهمه اینقدر زندگی ما به اصطلاح دست اون باشه، کامپیوتر. الان شما یه روز باز تصور کنید که تلفنتون یادتون رفته و سوار تاکسی شدین یا سوار اتوبوس شدید، ای داد بیداد تلفنم یادم رفته، اصلا تا زور اولا ممکنه برگردی بگی آقا منو پیاده کن یا دور بزن بریم به اصطلاح تلفن رو بردارم. اگرم برناداری و قوی باشی تا زور همینجوری نگرانی و فکر میکنی اصلا یه چیزی گم شده. و قبلا اینجوری نبود، میرفتیم سر کار، میمدیم شب که میمدیم پیغامامونو چک میکردیم، اول قبلا که پیغامگیرم نبود یا پیامگیرم نبود. در هر صورت اینم از این ماجرا. آقای بیژن جعفری هم اینجا، سلام میکنم بهش. امروز یه ویدیوی برای من فرستاده بود، یه سگی تو رستوران غذا میخورد و خیلی جالبه، حتما اون صاحبش پیرن کرده بود تن این سگ و خودش هم دستاش آورده بود و خوراک میخورد اینا. گاهی وقتی هم احتیاج به شوخی داریم در رابطه با شوخی و خندیدن و اینها و اینکه ما ملت افسرده هستیم. به قول آقای اسلام شمس میگه طرف پول میده میاد، نه اینکه بیاد بخنده. به همسرش، به خانمش، به شوهرش میگه که بیا بریم، حالا من دو تا تیکت هم خریدم، بیا بریم ببینم این میتونه منو بخندونه. یعنی خودشو میگیره که نخنده.
ولی ثابت کردن که خنده خیلی خوبه، برای سلامتی خوبه، برای گذر وقت خوبه. و در این رابطه یه دوستی ما داریم، آقای کوروش سلیمانی، همین آتلانتا هم زندگی میکنه و کاریکاتوریسته. اینجا کاریکاتوریست هم میگن. ما تو ایران چیزی به نام این نداشتیم، مینیاتور داشتیم که همون هم تازه مینیاتور باز انگلیسیه، لاتینه هرچ. در صورت این چند تا برنامه داشت تلویزیون مردم و کارهای قشنگی میکشه و اینها. من امروز ساعت 3:30، آهان، میخوام اگه بشه دوباره برنامه های تلویزیون مردم داشته باشن، ما رو با خنده و شادی و شوخی و اینها آشنا کنن. و میدونید که دو تا اتفاق افتاده، یکی این که اسرائیل آمد و در مجلس تصویب کرد که آقا اسرائیل کشور یهودیان. اگه من الان بهتون گفته بودم ایران تو مجلس گفته آقا ایران کشوریه که شیعه رو شروع کرده، دوره صفویان بوده، کی بود؟ صفوی بوده، شاه عباس صفوی اگه اشتباه نکنم، و ایران کشور شیعه هاست، هممون فوری فوش میدادیم به این آخوندهای پدر سوخته. ولی الان داریم میبینیم اسرائیل میگه اینجا کشور یهودیان، به زودی یعنی اگر دومو شاخ این ترامپ رو کوتاه نکنن، آقای ترامپ میگه اینجا کشور مسیحیان و روزگار غریبیست. در اصلا ساعت 3:30 با ایشون هستیم، ساعت 2:30 با آقای زاهد هفتلنگ هستیم از کانادا. زاهد هفتلنگ چند تا کتاب داره، بیش از 7000 تا شعر گفته و کتاباش یکیش اینه، My Enemy, My Brother. جالبه، من رفتم یک کتابخونه ای، دیدم این کتاب به اسم My Enemy, My Friend نوشته شده و این دو نفری که میبینید دو تا خلبانه، یکیش آمریکاییه، یکیش ویتنامی، که این آمریکایی هواپیمای ویتنامی رو زده و این با چتر پریده و اینها. بعد از سالها آمدن همدیگر رو دیدن و با هم دوست شدن، این رفته ویتنام، اون اومده اینجا. و داستان آقای زاهد هفلنگ اینه که My enemy, my brother، دشمن من، برادر من. و حالا من کتابه رو یا اون کتاب چیز خلاصه شو بهتون نمیگم، ولی فیلم آقای زاهد هفلنگ رو من دیدم که جوونی بوده که ایران وقتی جنگ میشه بلند میشه میره جنگ، برای که همکلاسی‌هاش اینا کشته شده بودن و اونجا در جنگ یه جایی برخورد میکنن که حالا اینایی که میگن حقوق بشر و قوانین ژنو و اینها، یه جایی هست که اینا حتی افرادی رو که زخمی شدن یا اسیرن با یه تیر میکشن، برای که هم دردسر نگهداری اون نباشه، هم خوراک و غذا و فلان اینها. ولی این آقا اون عراقی رو نمیکشه و با هم حالا بعدن همدیگر رو پیدا میکنن تو کانادا و دوست شدن اینها، اونم جالبه. امروز ساعت 2:30 با ایشون هستیم، ساعت 3 با دوستمون از خلیج فارس هستیم، برنامه عقل بشر شماره 62 رو اگه اشتباه نکنم برای ما فرستادن، براتون پخش میکنیم. و 12 تا فیلم، مثل که دوستش ما رو یه جوری امتحان کنه بذاره سر کار، 12 تا فیلم کوتاه با تلفن ضبط کرده فرستاده و نوشته بود اگر زحمتی هم هست نمیخواد. ولی آدم وقتی فیلم ها رو میبینه میگه خب حالا این بنده خدا زحمت کشیده، آدیو رو درست کرده، این فیلم ها هم در حد توان و امکاناتش فرستاده، ما هم پخش میکنیم. پس شد 2:30 زاهد هفتلنگ، 3 دوستمون از خلیج فارس، 3:30 میبرمتون آتلانتا و با آقای کوروش سلیمانی خواهیم بود. این هم از این ماجرا. و اما دیروز یا پریروز در فلوریدا اگه اشتباه نکنم، البته چند تا از استانهای یا ایالتهای آمریکا هستن، چون خودشون میگن یونایتد ایالات متحده، ما باید بگیم ایالت، چند تا از ایالت، حالا فرق استان با ایالت چیه؟ بعضی ها میگن ایالت یعنی فرمانداری، هستن که یه قانونی دارن به نام Stand Your Ground یا هم چیزی، که شما اگر یه نفر آمد دیگه، این سلف دیفنس هم نیست، این دفاع از خود نیست،
یعنی نشون میده که طرف دعوا شده، داشته با زن و بچه و دوست دختر، اینا که هر کنشون زن دارن، دوست دختر دارن، زن قبلی دارن، نامزد بعدی دارن، 6 تا بچه دارن، هنوز ازدواج نکردن، روزگار غریبی است. خلاصه این آقا عصبانی میشه، میاد اینجوری تخت سینه میگن دیگه نه، میزنه توی سینه اون، اون با تقارش میخوره زمین، این راهشو میکشه میره، یعنی دیگه هیچ خطری برای اون نداشته. ولی اون که افتاده زمین دست میکنه توی منجاش یا تو جیبش یا توی منجا بغلشون که به اصطلاح هفتی رو نگه میدارن و اینو شوت میکنه. اینو که شوت میکنه این فرار میکنه، میدوه میره تو اون فروشگاهه، ولی تو همون فروشگاه اینقدر خونریزی میکنه که میمیره. سر چی بوده ماجرا؟ سر پارکینگ. یعنی این آقا جایی که پارکینگ کرد، پارک کرده ماشین شو، با اون یکی اختلاف پیدا میکنه، مثل که اون بهش میگه مثلا چرا اینجا که هندیکپه برای معلولینه تو پارک کردی، مگه یه چیزی اینجوری ما که نبودیم نباید بگیم. در اصل اون چیزی رو که ویدیوی فروشگاه نشون میده، اگه بتونم دوستان لینکشو بفرستن منم براتون نشون میدم. اینم از این و خیلی خوشحالم که خانم فری شوبری هم اینجاست. اول برنامه من از ایشون عذرخواهی کردم و یه ضرب المثلی داریم، میگه اگر مهمان مایی تازه دل باش. شماها اگه میخواین رو فیسبوک و رو اینترنت و اینها باشید، باید یه مقداری، نمیخوام ببخشید بگم پوستتون کلفت باشه، یه مقداری تحملتون، تالرنستون اینا بالا بره، بتونید ناحق‌ها رو هم تحمل کنید. از همین دوستمون و چند تا دوست دیگه، از آقای غلام ترشیزی، از آقای همایون مبصری، اینا پرسیدم شما که این عکس من و ویدیوی منو دیدید با این نیاک که میگن نمیدونم اینها خائنن مزدورن، نظرتون چیه؟ غلام ترشیزی من فکر میکردم پسرش شناگر خوبیه، ولی گویا like father like son، پسر کونه برده است، نمیدونم چی از پدر نخوانش پسر فلان. خودش هم زیر آبی خوب بلده، این غلام ترشیزی زیر آبی خوب بلده. به همین خاطر یه روز میاد با نیاک میپره، حمایتشون میکنه، تبلیغشون میکنه، فردا میره با فخرآور، فخرآور ول میکنه. ببینید اینا همه رو چیز گذاشتم که با آقای کوروش سلیمانی تماس بگیرم، بعدش دوونی اینا رو دیگه خاموش کنم، اجازه بدید من این الان واقعا این کسی میتونه بشماره این تلفن کار چند تا وسیله رو انجام میده. اون وقتا یادتونه یه زنگای بود میگفتن شماته داره، دو تا زنگ اینجوری بود دلن دلن دلن، این کار زنگ انجام میده، کار کرنومتر رو انجام میده، کار قطنوا رو انجام میده، کار شاغول و اون یکی دیگه تراز و اینا همه رو انجام میده، کار چراغ قوه رو انجام میده، کار والا آدم دیگه نمیدونه این چند تا کار انجام میده. در هر صورت برگردیم باز به این ماجرا و غلام ترشیزی گفت نه من نظری ندارم، من منتظر بودم یکی از اینها بگه که متاسفم که این دوستان که میخوان ایران رو آزاد کنن، همشون هم پای کامپیوتر با تنبون، بعضی هم ممکنه لخت نشسته باشه، میخوان ایران رو آزاد کنن، میخوان حالا یا پادشاهی رو برگردنن اونجا، اونم پادشاهی دموکراسی، نه پادشاهی پوسیده قبلی یا اون دیکتاتورشیپی و اینها، پادشاهی دموکراسی و نمیدونم پارلمانی و اینها، یا میخوان جمهوری بیارن که هنوز تو هیچ کشوری نیست، جمهوری که مذهب دخالت نکنه، جمهوری که تمام رعیا درست شمرده شده شو اینها. ولی میاد تا شما نظرتو میگی عکستو برمیداره مزدور خائن، بعد تازه تهدید میکنه. یه احمقیش دیروز علی کیمیایی زنگ زدم به پلیس کالیفرنیا و دنبالشن که به زودی میام تو سرت میزنم. گفتم احمق، صد با تو برنامه من نگاه نمیکنی دیگه، میری برنامه اونا رو نگاه میکنی که پولتو میگیرن گولت میزنن، هی میگن فردا ایران آزاد بشه. من میگم اینجا بیا نظرتو بنویس، بنویس سوربی، تو میگی من نمیخوام کشورم مثل عراق بشه، نمیخوام مثل سوریه بشه، من چون میدونم نمیشه، دلم میخواد ترامپ و وزیر امور خارجه و یه مش عقب افتاده برن حمله کنن، نظر خودتو بنویس، چه کار من داری؟ ولی آقای همایون مبصری خیلی قشنگ گفت، باریکلا آفرین، اگه برنامه رو میبینه نمیدونم نگاه میکنه یا نه، ایشون گفت که آقای سوربی شما این نظری که داری نظر شماست،
ولی وقتی پتیشن نیاک رو پر میکنی، اون وقت شما میشی همراه نیاک. گفتم آقا من 100 تا مشکل با این نیاک دارم، ولی من اولین کسی هستم که میکروفون دادم به تریتا پارسی، من اولین کسی هستم که میکروفون دادم به کوردا، من اولین کسی هستم که میکروفون دادم به تورکا، اولین کسی هستم که میکروفون دادم به آقای کیه، سیامک ستوده که کتاب سکس در اسلام رو نوشته بود. مردم اینا رو نمیشناسن. یه عده‌شون هم که دیروز یه کامپیوتر خریده، تا پریروز تو ایران بوده، دیروز اومده ترکیه این ور یه کامپیوتر کهنه خریده، حالا شده ناجی جنبش فلان. بعد به همم میگه شما فسیل های 57. میگم احمق، وقتی که شاه ترسو تو فرار کرد، من توی نیروی ویژه هوابرد مأمور حکومت نظامی بودم. آخه من نمیفهمم، مغز ندارن این دوستان. به دوستم خانم شوبری هم هرچی گفتم، شما که به من میگید ما دوست خوب شما هستیم، نظرتون درباره اینا که عکس بنده رو گذاشتن نوشتن خائن مزدور چیه؟ میگن خب بله دیگه، شما وقتی میگید حمله نکنه به ایران، میشید با آخوندا. خوشتون میاد؟ یعنی این طرز فکر جورج بوش این بود که شما یا با منی یا برخلاف منی. یکم فکر کنی ببینیم کی اینجوری فکر میکنه. آخوندا میگن شما یا با ما هستین یا مخالف ما هستین. خب حالا اون قسمتشو درست میگن، وقتی باهاشون نیستی مخالفشون، ولی باید چی هم دیگه هم داشته باشیم. فقط رنگ سفید و سیاه نیست. بین این رنگ سفید و سیاه، یه روز برید توی یکی از این رنگ فروشی ها، حتی اونجا بهشون بگید من رنگ سفید میخوام، یه کاتالوگ میاره 400 رقم رنگ سفید میذاره جلوت، میگی کدومشو میخوام. برید واقعا امتحان کنید. آقا خانم، بنده توی جنگ آبادان بودم، دیدم، و اون 1,000,000 که از ایران و عراق کشته شدن، اون چند صد هزار نفری که مجروح شدن، شیمیایی شدن، نمیدونم اینا رو داریم هنوز ضرراشو پس میدیم. به این سادگی نیست که یک خانم یهودی صهیونیست که گوینده رادیو تلویزیون های اینجا بود، که حالا نمیدونم هنوز هست که نه، بیاد بگه که خب اون موقع جمعیتمون 35 میلیون بوده، الان شده 70 میلیون، حالا گیرم 7 میلیونش هم کشته بشه، باز 63 میلیون داریم، دو برابر اون موقع است. اینا لاجیک یا منطق احمقانه است. شما هر روز نامه بنویس بگو بیان بزنید، منم هر روز نامه می‌نویسم میگم نزنی لامصبا، با اسلحه که دموکراسی نمیره. ولی همایون مبصری قشنگ گفت آقا شما وقتی این نامه میاد، نامه رو کپی کن خودت جدا بفرست بره. راست میگه. یه سری ماها از تنبلیمون این پتیشن‌ها و تومار دیگران رو امضا میکنیم. میبینیم یه توماری آمده راحت و آسوده. بذار من یه عکس نشون بدم و این پنکه رو روشن کنم که پلیر 6. یک لحظه من برم. اینجا هوا دو روز سه روز بارون شدید، جاده ها رو آب برده و خیلی افتضاحه. یعنی میری تو خیابون تا اون آخر میبینی دو تا پلیس وایسادن، یکیش با موتورسیکلت، یکیش با ماشینه، جاده رو بسته، میگه دور بزن، یکشون نمیاد اون بالاتر بگی بابا بسته نرید اینجا هی دور بزن. خوششون میاد، میبینن خودشون به اصطلاح باید اونجا باشن، میگه بذار مردم هم علاف بشن. و خیلی ممنون خانم دکتر بهیه جیلانی میگه بابا رنگ خاکستری هم هست. بعد نوشتن عین مجاهدین. آقای کامران خانلر میگه نمیفهمم بعضی ها چه مشکلی با نیاک داره. ببینید عزیز من، بعضی ها یه کلمه رو یاد گرفتن به نام لابی، لابی کردن یا لابینگ، اصلا یه شغل. اینایی که تو آمریکا برای سال 200,000 دلار که بشه نماینده مجلس، میاد میلیون ها دلار خرج میکنه، این برای اون چند سال نماینده مجلس نیم، برای اینه که راه و چار رو یاد بگیره، بعدش یه دفتری تو خیابون کی استریت میزنه، میشه لابی فلان شرکت.
بهش میگه تو اگه میخوای بیای سم بدی به مردم مهم نیست، اینقدر 2 میلیون 5 میلیون 10 میلیون بریز به حساب من، من برات میرم اونجا کارچاکن میشم. اینی که بعضیا از نایاک بدشون میاد میگن این لابی جمهوری اسلامیه. چرا؟ این میرفته مثلا با اوباما، دیدی جشنهای مال عید نوروز و اینها رو با توی کاخ سفید نایاک میذاشت، مهموناش رو اینا دعوت میکردن و میگن که اینا رفتن لابی گفتن آقا جنگ نکنید، اینا رفتن لابی گفتن آقا بیان بشین با وزیر امور خارجه ایران صحبت کنید، اینا رفتن لابی. بعضیا بعدشون میاد، حق دارن کامران جان، حق دارن بعدشون بیاد، ولی من دارم اینو میگم آقا منی که اینجا نشستم میگم من نظرم اینه و اون احمقی که میاد حالا یا خواهر فخرآوره یا خود فخرآوره که ما دروغشو مچشو دستش اینجا باز کردیم نشون دادیم که اصلا این چیزایی که این میگه دروغه، ایشون نه لیسانس داره نه حتی فوق دیپلم داره نه استاد دانشگاه فلان اینها، این میاد عکسا رو میذاره سربی خائن و مزدور. خب حالا من خائن، من مزدور، من وطن فروش، دیروز نوشتم من افتخار میکنم وطن فروش باشم ولی دلم نمیخواد ایران بشه عراق، لیبی، مصر، حتی تونس و سوریه. این احمق علی کیمیایی آمده گفته به زودی میام، بعد دیدم اهل رشته، گفتم که خب من اینجا هستم بیا، حالا به پلیس کالیفرنیا زنگ میزنم، گفت نه من که نمیام، ببخشید اینو میگم، شوخی های رشتی ما زیاد شنیدیم. گفتم ببین من با این شوخی های قومی، رشتی، ترکی، لوری اینا خیلی مخالفم، ولی همیشه شنیده بودم که شما کسای دیگه کاری براتون انجام میدن. اینجا نوشته بود چرا نشستی منتظر من، دیگران میان. گفتم آقا چی شد تا زنگ زدم به پلیس چی میگن غالب تویی کردی؟ احمق تهدید نکن، نظرتو تو نوشتی منم نظرمو نوشتم. در هر صورت دوستان نظراتتون آزاده، بیان بنویسین، گاهی وقتی ببخشید من اینو میگم بدون اینکه مقاله ای رو خونده باشیم، بدون اینکه فیلمی رو تا آخر دیده باشیم، همون تیترش عکس اول جلد کتابو میبینیم نظر میدیم و از دوستان میپرسم آقا شما که نظر دادی این کتابو خوندی؟ جواب نمیده، معلوم نخونده. شما که این ویدیو رو نظر دادی، 2 ساعت ویدیو من گذاشتم اینجا، 5 دقیقه بعدش شما نظر دادی، ویدیو رو دیدی؟ جواب نمیده. برای چی؟ کارمون خیلی خرابه. در هر صورت امیدوارم یاد بگیریم. من کار کردن با فیسبوک تا حالا 10 بار اون چیزی که خودم هی یاد گرفتم اومدم یاد دادم تو تلویزیون. باز یه مقاله یکی میذاره، اون یکی میاد به اون یکی دیگه فحش میده، میگیم بابا نمیبینی نوشته فلانی اینو گذاشته، ولی این حالا یا مخالفش بوده یا موافقش بوده گذاشته، که البته به نظر من باید بنویسه، اون کسی که پست میکنه باید بنویسه. بیشتر اونایی که موافقیم مینویسیم میذاریم، چون دیگه وقتی موافقیم مینویسیم دیگه لازم نیست بنویسیم بله من با گفته های این خانم جوان موافقم، که آقای رضا پهلوی جوانای ایران چه دینی به شما دارن، خوردی و خوابیدی و خوش گذراندی، حالا طلبکار مردم هم شدی. این هم از پارکینگ دعوا شد، این هم آزادی دموکراسی اصلی در آمریکا، روش صحیح نوشتن کامنت و جواب به دیگران در فیسبوک. یه دوستی گفت آقا اینو اگه میشه چند بار دیگه تو برنامه‌هاتون نشون بدین. گفتم خب شما لطف کنید $50 بفرستین، ما برای هر $10 یه بار نشون میدیم اگه واقعا چی داری، ولی اگه میخوای برنامه‌های ما رو اینجوری بورینگ یا خسته کننده کنی برو آقا دنبال کارت. خب پس با کدوم حرفم مخالف هستید؟ من اصلا نمیفهمم شما دراجه به کی داری حرف میزنی. به وطن فروش های مزدور ترامپ نباید گفت بیشرف؟ نه، از نظر تو اون وطن فروشه، از نظر خودش خیلی هم وطن پرسته، اصلا فکر میکنه آزادی خواهه. حالا برفرض شما به این آقای خالدی اسمش کیه؟ خلوتی، مهدی خلوتی، خالدی ها فامیل ما هم هست ولی شما خلوتی هست، ببخشید فکر کردم صحبت شما با نایاک بود. بله با نایاک هم صحبت کردیم، به جای 16 پهلوی بگوییم پهلوک،
نه اینجا بهش میگیم پلوی و اون وقت هم بهش میگفتن ربع پهلوی، چون تا موقعی که ولیعت بود قرار بود نیم پهلوی باشه، ولی دیدن کاری نیست گفتن خوب بالاخره چون فامیلش از اون ربع پهلوی، یا بهش میگن ربع پهلوی یا میگن پلوی، چون هر جا پلو میدن این اونجا وایساده که یه بشقابی هم خوراک بخوره. بله در حسرت اینم از این. بعد چرا با اون قسمت موافقم من نمیدونم من هر کی که با حمله با آمریکا مخالفت میکنه ازش طرفداری میکنم، حتی اگر نتنیاهو باشه یا ننهو باشه. چرا با اون قسمت موافقم؟ خب دیگه نظرتونه، آزادی. بله چون من از طرفداران جلوگیری از جنگ هستم. آقا هیچ جنگی تو دنیا نتیجه نداده. بله جنگ ها یه دلیلی بودن برای پیشرفت بشر در صنعت و بعضی تکنیکا، ولی همین جنگا بودن که این مثلا آمده ایجنت یلو یه مرضی درست کرده با هواپیمان برده پاشیده روی ویتنام و اینها، هنوز تا هنوز ناقصن، سربازای خودش هم اون پایین بوده. برید اینا رو بخونید، برید فیلماشو ببینید، من که نمیگم بابا، برید دیروز نگاه کنید این آقای جنراله اومده مال اما جنرالی که گویا یه روز رفته بودم پنتاگون، از دفتر یکی از دوستان رد شدم، گفت بیا تو، رفتم سلام علیک کردم گفتم چه خبر، گفت میخوان با فلان کشورات بجنگیم، گفتم برای چی، گفت من خودم هم نمیدونم، وسلی کلارک فکر کنم هست. بعد برید ببینید دو سه روز پیش راجع به این ترامپ، دوستان میگن چرا به ترامپ شما میگی شالاتان، شما به ترامپ توهین میکنی، انگار که اینا وکیل ترامپن. حالا وکیل رضا پهلوی بودین ما چون قبول داریم عقب افتاده است، ولی دیگه ترامپ هم شما شدین وکیلش. و یادتون باشه حتی وکیل ترامپ 12 تا نوارش افتاد دست FBI، دیشب پخش کرد گفت این ترامپ که میگه این زنه رو نمیشناسم و اینها، بفرمان حتی گفته یه شرکتی درست کن پول بهش اینجوری بده. حالا سر این که پول نقد بدیم یا پول چک بدیم، صداهاشون وقتی تو تلفن صحبت میکنیم این اشکال پیش میاد. راجع به تلفن و اینها در برنامه‌های آقای امیر حسین لادن من خیلی از ایشون ممنونم، چون حالا یا به دلیل اینکه تو دانشگاهی توی محلی جایی صحبت میکنن میتینگ میذارن بلدن گفت و شنود رو، حتی وقتی که برنامه مال اونا صحبت که میکنن بعد مکس میکنن به من میگن شما حرفی داری، ولی بعضی ها دیدی باید بپری وسط حرفشون. متاسفانه ما به دلیل اینکه بعضی ها باید بپریم وسط حرفشون، اونی هم که قانون و مقررات گفتشون بود و میدونه، ما پرشمون رو انجام میدیم. و من روز دوشنبه دو سه بار از این پرشای بی موقع انجام دادم، از این بابت از ایشون هم عذر میخوام. امروز روز عذرخواهیه، هر کسی هر چی دلش میخواد اینجا بنویسه من عذرخواهم. هو یا هو من نمیدونم یعنی چی. آها میگن که آقای سوربی ننه به زبان پارسی و هم به زبان انگلیسی اسمیست که من برای نتنیاهو گذاشتم، ننه هو. بله نتنیاهو اسم نمیخواد، اینم نتنیاهو میشه شما بهش بگی نتنیاهو، چون واقعا بدبخت یاهو. ولی ما چرا به یاهو توهین میکنم؟ در صورت بمانه نتنیاهو یه دیوانه جنگیه و اینا همشون. ببینید شما میدونید که اسرائیل هم وسایل جنگی و اینها مثلا اوزی اسلحه و فلان اینا درست میکنه میفرسته، شما اینا حسابش میکنن چقدر درخت بکارن، نمیدونم که خیارشور و زیتون و فلان اینها درست کنن، یه قوتیشو بدن $10، ولی یه اسلحه رو میده $600. اسلحه مجموعه مثلا 100 تا قوطی خیارشوره، 100 تا قوطی یا وزن آلومینیومش، وزن آهنش، ولی میده $600، میده $1000. بعدم تازه بازرسی‌ها ایجاد میکنه 8 برابر 10 برابر. آمریکا یه هواپیما میفروشه $1,000,000، چند تا ماشین معمولی بفروشه تا بشه اینقدر. اینه که اینا ریسورس‌هاشون، منابعشون دیگه منابع طبیعی نیست که مس و نفت و فلان اینا داشته باشن. چیکار میکنن؟ شده اسلحه فروشی، آدم کشی، شما رو تشویق کردن شما بری ازشون دعوت کنی بیا آقا کشور. شما ببین کدوم بیوطنی، کدوم بیناموسی میره به یک کسی بگی بیا به من حمله کن، من با داداشم دعوام شده. شما میگید اینا داداشتون نیستن؟
برید نگاه کنید هر کدومشون 4 تا فامیل که میان اینور، اون یکی خامنه ای نمیدونم پسر خالتونه، اون یکی حسین موسوی میر حسین یا حسین نمیدونم شوهر دختر خالتونه، اون یکی کروبی فلانه، هی اینا از خارج آمدن و اینا اشغال کردن، اینا داستانای قدیمی تکراری ذکر مصیبت. قبول کنید یه مملکتی یه ملتی بهش آزادی انتخابات دادن ولی فهم و شعور انتخابات ندادن، همین جوری که الان آزادی بهمون دادن ولی فهم و شعور و استفاده از آزادی رو بهمون ندادن، یاد ندادن که آقا خانم اگه میخوای یه جایی یه چیزی بگی، اگه طرف داره صحبت میکنه سر بی، اگه آقای لادن داره صحبت میکنه وسط صحبت شما یه چیزی به فکر رسید، اینو یادداشت کن. وقتی این بنده خدا به اون قشنگی میگه حالا شما صحبتی داری، بگو بله اینجایی که شما گفتید این، اینم نظر من که سعی میکنم از برنامه آینده به این صورت باشه. روش صحیح نوشتن کامنت و جواب به دیگران در فیسبوک، وقتی که اون دوستمون فرستاد آخ گفتی دمت گرم حرف دل منو زدی. خب کامران جون اگه حرف دلتو میزنم، شما هم گاهی وقتی حمایت کن که توی این تلویزیون و این پلتفرم سکو به اصطلاح یه شرکتی یه سهمی داشته باشی. و من همیشه این مثال رو میزنم، اگر یه سقاخونه‌ای با همه بدیش، بچگی رد شدیم دیدیم یه زنجیری هم آویزون کردن به یک کاسه دست ابوالفضل هم اینجوری داخلش بوده، این سیستم چیز بوده، سیستم واکسیناسیون بود، هر مرضی نفر قبلی داشت میخورد به همه یکی اینقدرشو میداد، همه اونم سالم بودیم، حالا بچه ها رو از یه ماه دو ماهی میبرن اینقدر واکسن میزنن، هر روزم مریض چپ و راست هی سرما میخوره، میگیم چرا؟ میگه رفته مدرسه، از مدرسه آورده. خب این مدرسه باید الان امیون شده باشن، مسئولیت پیدا کرده باشن، ولی نیست. اینم از رژیم پهلوی به گورستان تاریخ سپرده شد. اگر هم طرفداران این سیدیم داره بیخبری از وضعیت منطقه است، نمان از دور وقت کردن است، نمیدونم همان از دور واق کردن است. نکته جالب اینه که زیر توییت ترامپ تمام آمریکایی تمسخر و انتقاد کرده بودند، ولی متاسفانه ایرانی ها براش کلو هورا میکشن. خب ببینید، نه اونجوری هم نیست، خیلی از آمریکاییان طرفدار ترامپن، ولی متاسفانه اونایی که طرفدار ترامپن کم سوادن، کارگرایی که اینجا میگن بلو کالر، میدونی اینایی که مثلا دیپلم دارن به بالا و تو اداره کار میکنن بهشون میگن وایت کالر، چون پیرهن سفید میپوشن. کارگرایی که مکانیکی میکنن و به اصطلاح چرخ صنعت رو میچرخونن بهشون میگن بلو کالر، چون مثلا چی میگن مدرسه رو ول کرده رفته بغل دست باباش کار کرده فلان بیسار اینا بمانه، اونا دنبالشن. ولی متاسفانه اولین کسایی که ضرر دیدن همون بیچاره بودن. الان باورتون میشه گوشتای آمریکا رو دستش موند به خاطر که این ترامپ دهنشو باز کرد، حرف از تعرفه زد. این تعرف که اینا میگن همون تعرفه اصلا به فارسی من نمیدونم تعرفه داشتیم قبلا یا نه، تعرفه یه چیزیه که دولت میکشه روی ورود و خروج کالاها و طرف میگه آقا تو صنعت ماشینی که الان هنوز نیومدی، راجب آهن و استیل اینا از بین بردی، کشاورزی سویبیم و اینا رو از بین بردی، میت گوشت رو از بین بردی. گوش کنید، دخترش دیروز گفت من شرکت کالا و لباس و اینا رو میبندم. چرا؟ هیچکی چیاشو نمیخره، داره ضرر میده. تا روزی که دختره رو با پدرش وصل نمیکردن میگفتن خب اینم مثل صد تای دیگه که یه مدیر رو آورده درست کرده، یه پیرن رو میپوشه اینجاش آسین نداره، این یکی آسینش بلنده. دیدید این خانوما لباسایی که میپوشن، اگه من و شما بپوشیم مسخره اون میکنن، ولی خانمه یقهشو میپوشه بعد یقهشو میکشه میندازه اینجاش اینجوری یه وری، اگه ما یه دکمه رو بالا و پایین ببندیم فلانی میگه آه سلوی دکمه تو عوضی بستی، ولی خانما لباسشون نگاه کنیم پایینش اینجوریه اینجوریه، آسین یه بر نداره یه بر آسین بلند داره، اب نداره مده. در هر صورت این خانم باز خودش یکی از اونایی بود که نادانی باباش بهش ضرر زد. البته اینا که ضرر نمیبینن، چون اینا رفتن از عربستان سعودی انقدر پول گرفتن، رفت از چین انقدر پول گرفت، رفت از همین بحرین و اون یکی دیگه کجا بود قطری که گفتن اینا تروریستن، انقدر پول و امتیاز گرفتن که برای 3 نسلشون پول دارن.
چیزی که هست این همه پول داشتن ولی مثل زندانی باید دو نفر این و مواظب باشن چهار نفر اون بر چه فایده داره. چند روز پیش پتیک یه عکسی گرفته بود وسط روز نشسته بود مثلا کتاب میخوند یک نوشابه هم خورده بود. گفتم مجسم کن یک همچین حالتی رو که شما نشستی اینجا این پنکه هم این بالا یه سایبونی بود مثل سانروم بود خونش هم بود یه پنکه هم این بالا. ببین ترامپ میتونه همچین کاری بکنه. ترامپ از صبح که بلند میشه داره به این اون کلمه ای رو که سعید گفت ردریک فکر کنم باشه. ردریک معنیش این نیست که یعنی شما یه چیزی که میگی جوابش هم توش گنجانده شده. گزافگویی که میشه اغراق اینا نیست. حرفای بیهوده زدن و یه کمی شلوغ کردن و ایناست که مثلا همین حرفا رو برای کره شمالی زد بعد فرداش هم گفت که میرم باهاش صلح میکنم بعدم رفت اومد اون پیروزی اعلام کرد. میگن ترامپ از لحاظ منتالی از لحاظ عقلانی مریضه، خودش مشکل درست میکنه بعد خودش میگه مشکل رو حل کردم در صورتی که حل نشده. نگاه کنید دو صفحه نوشته دارم همین دوستون میگه آقا قرارداد امضا کردن. میگم شما قرارداد رو خوندی؟ دو صفحه قرارداد امضا کرده با این پسر حالا بهش میگن چه رهبر کره شمالی. برید ببینید چجوری این مردک شالاتان رو سر کار گذاشته. گفت ما جنازه ها یا باقی مونده های مال 60 چند سال پیش مال 70 سال پیش جنگ کره رو بهتون میدیم. گفت بله بعد اومد عنوان کرد که من تنها کسی بودم که جنازه ها رو میارم اینجا خاک میکنم فلان اینا. ببینید تا امروز یک دونش رو نفرستم. گفت من میزنم این چیزها رو خراب میکنم. عکسای ستلایت نشون میده خراب که نکرده هیچی، داره توسعه میده اون به اصطلاح جاهایی رو که بمب اتم درست میکنه. فردام لابد میره با حسن روحانی میشینه صحبت میکنه بعدم میاد میگه مشکل ایران هم حل کردم. اون وقت یه عده‌ای هنوز میرن کالیفرنیا التماس میکنن که آقا بیا جنگ کن. و جالب اینجا که آقای رضا مشایخی که الان با مجاهدینه میگه من حمله آمریکا قبول ندارم، یه دونه مجاهد دعوت نکرده بودن. میگم یعنی اگه مجاهدا رو دعوت کرده بودن شما حمله آمریکا به ایران قبول داشتین؟ اینو داشته باشید. رضا مشایخی و دیگر مجاهدان میگن اینایی که رفتن با پمپئو صحبت کردن اینا وطن فروش مزدور خائنن. اونای دیگه میگن که مجاهدین و شاه اللهیایی که اینجا میخوان جنگ را بندازن اینا وطن فروشن. این هر دو به اونای دیگه‌ای که آزاد مستقل هستن و میگن ما نه به شاه رو میخوان نه مجاهد رو میخوان نه آخوند رو میخوان میگن اینا مزدورن. هممون به هم دیگه میگیم مزدور. به این دوستم میگم اگه یه نفر بیاد به پسر شما بگه مزدور شما چه کار میکنی؟ میگه خب دیگه اون بین پسرم هست و اون. میگم واقعا؟ جواب بدیم فکر کنید واقعا چه کار میکنی؟ من متاسفانه اگه یه نفر اومد اینجوری گفت میگم نه آقا این مزدور یعنی چی؟ آقا گلن ترشیزی مزدور یعنی چه؟ حالا یه بلیتی هم براش خریده باشن رفته فرانسه که میگه نخریدن، میگه خودم پول دادم. آقا نظرشه دوست داره با مجاهدین باشه. آقای فلانی دوست داره طرفدار پادشاهی باشه. هی مزدور خائن مزدور خائن انقدر گفتید که این معنی به اصطلاح این کلمه رنگش از دست داده و دیگه هیچ معنا و مفهومی نداره. و هر کس شما بگیم آقا اون وقتا یا یک میگفت خائن تیک تیکت میکرد، حالا میگه آقا این احمق کالیفرنیا نشسته تو فیسبوک نوشته من چکارش کنم؟ من که مثل اون نیستم. که یک خانمی رو گویا سنگسار کردم توی افغانستان و دیدم که زیرش یه نفر نوشته بود اینها همه از نادانیه. بعد یه خانمی اومده بود هرچی فوش توی فارسی زبان فارسی هست نوشته بود. من نوشتم جالبه که زیر این عکس نوشته این ماجرا از نادانیه. دوستان ما که همه ادعا میکنن دانا هستن چه فوشایی میدن؟ و شما تا حالا کجای دنیا دیدید که افراد دانا به آدمای نادان فوش بدن؟ اگه اینجوری بود معلم ها استاد دانشگاه اینا که دانا هستن و ما اون موقع نادان بودیم میخواستن به ما درس بدن نمیگفتن بیان مدرسه، نمیگفتن بیان دانشگاه، میمدن تو کوچه فوش خوار مادر به اون میدادن. بعد ما میدیدیم دانا هستن ما هم یاد میگرفتیم، ما هم از نادانی بیرون میمدیم و دانا میشدیم.
کارمون خیلی خرابه. از هر موضوعی که میریم میرسیم به اینکه کارمون خیلی خرابه. آقای گلن ترشیزی کارت خیلی خرابه. اگر احمقایی که برات ویدیو میفرستن بهشون نگی بابا من این سوربی رو میشناسم، این سوربی زمانی برای ما مجانی میمد فیلم میگرفت، این سوربی اینجور اونجور و این داره نظرش رو میگه، ولی شما زیر آبی میری. تو مسابقات شرکت کن، به سرت روی آب شنا میکنه، شما زیر آبی برنده میشی. امروز برای اولین بار صداتون رو شنیدم و به یمن همون عکس که پخش کردن عدو شود سبب خیر شنیدن حرفای شما با لهجه زیبای شهرم لذت. خلوتی شیرازی هم هستی؟ وای کاکو دیگه شد نور علی نور. بله اتفاقا من به این دوستانی که میگم فردا درباره شما صحبت میکنم میگم البته یادتون باشه هیچ تبلیغی بد نمیشه. آمریکایی‌ها میگن there is no such a thing as bad publicity، یعنی اصلا تبلیغ بد وجود نداره. تبلیغ بد، شما اگه یه نفر نوشته بود سوربی در حال مرگ احتیاج به 5 دلار داره، شما نمیرفتی ببینی سوربی کیه، ولی این احمقا وقتی اومده نوشته پارسا سوربی خائن، شما کلیک کردی ببینی پارسا سوربی کیه اومده اینجا. اینا نمیفهمن. چیزی که من بهشون میگم، میگم بیچارا احمقا وقتتون رو برای مخالفت با من تلف نکنید. اگر واقعا عرضه وجود برنامه هدف دارید برید تبلیغ کنید دنبال کار خودتون. طرفدار رضا پهلوی هستی؟ با آقای کوروش زرابی دوستای دیگرش میگم، میگم آقا طرفدار رضا پهلوی هستی؟ رضا پهلوی که میگه همتون خفه شید اگه طرفدار منید فقط حرف منو گوش کنید. پس طرفدار اونم نیستید شما. یه مشتی افرادی که رسیدیم به یه سری دستگاه‌هایی که استفاده از اینا هم بلد نیست. یادتون باشه ما فقط نیستیم که داریم سوء استفاده میکنیم، ابیوز میکنیم، از اینا بد استفاده میکنیم. آمریکایی‌ها هم با فیسبوک و اینها مشکل دارن. امروز یه وبسایتی هست به نام نوار و کتابای صوتی شما میتونی ازشون بخرید به مبلغ خیلی کم. خبر خوب این که اینا از خارج هم مثل که سیستمشون یه جوری چیز کردن که شما میتونید کشورهایی که میتونید پول بفرستید به ایران اینها کتاب بخرید. نمیدونم کتاب جزء سانکشن یا تحریم ها هست یا نه، اجازه بدید من اینم بهتون نشون بدم. و خیلی خوشحالم آقا مهدی که شما اومدید. متاسفانه پوپولیست ها با اقبال بیشتری مواجه شدن. این منظورتون از پوپولیست عوامه؟ چون ببینید ما یک کلمه هایی رو استفاده میکنیم، مثلا یه چیزی که من دیدم کلمه هژمونی، توی بحث های همه استفاده میکنه. به یه نفر یواش توی مجلسی گفتم آقا این هژمونی که اینا میگن یعنی چی؟ گفت آقا شما هژمونی نمیدونی یعنی چی؟ گفتم شما فکر میکنی اگه من میدونستم می اومدم از شما میپرسیدم یعنی چی؟ حالا میدونید چرا این گفت آقا شما نمیدونی پاپولیست یعنی چی؟ شما نمیدونی هژمونی یعنی چی؟ برای که خودش هم نمیدونست یعنی چی. ولی تو یه جمله که حرف زد چهار بار گفت آقا هژمونی اینها، هژمونی اونها. کلمه هجوم میگن حجمه، میگن آقا هجوم یه چیز دیگه، حجمه یه چیز دیگه. قاطی شدیم حسابی و روغن و آب قاطی کردیم. میدونی بعضی چیزها رو شما میتونی جدا کنی، ولی آب و روغن وقتی قاطی شد گرم شد دیگه مکافاته. البته دستگاهی هست که آب و روغن رو هم جدا میکنه. ممنون و متشکرم از تمام دوستانی که اینجا هستن. بله کامران میگه قبلا انجام دادم و باز هم چشم. من قبلا ازت تشکر کردم، باز هم ازت تشکر میکنم، ممنون و متشکرم. سعی کنید اینا رو ماهیانه، اگه میخوای یه سال 120 دلار بفرسی، خیلی ها من میگم نفرست، ماهی 10 دلار بفرست، ولی به من بگو که من ماهیانه 10 دلار میدم که من اینجا بنویسم کامران 10 دلار، فلانی 100 دلار، فلانی 20 دلار، فلانی 30 دلار، بگم آقا من ماهی 150 دلار پول اینترنت رو از دوستان میدم. و میدونم که اینجوری همراه ما هستی، مثل این نیست که مثلا از بالای یه پشت بوم ما داریم راه میریم یه نفر یه تیکه نون بندازه. اونجوری با ما همراه هستی، اونجوری تو این اتوبوس با ما نشستی، میگه آقا برو من باهات. خیلی ممنون، مرسی. آقای مصبا از آفریقای زیبا، میلکی وی، میلکی وی این چیز بود دیگه نه،
نه اون سیلک وی، راه ابریشم که سیلک وی، میلکی وی، این چیزای ستاره و اینا رو میگیم دیگه. نه آقا راجع به این منظومه ها و اینا ناسا یه چیزی پخش کرده، این هابل تلسکوپ برید ببینید، میگه یه چیزایی که ما اون موقع میدیدیم تاریکه الان این هی داره زوم میکنه و تصویر مثلا 5 سال طول کشیده که تصویر برسه به لنز این. اگه بتونم عکس‌ها رو نشون میدم خیلی قشنگه. من بعضی وقتا صبح اینجا این عکسای ناسا رو نگاه میکنم و این عکس‌ها با کامپیوتر ساخته نشده، اینا گرافیک فلان نیست، اینا از بعد میگه این یه منظومه شمسی که ما داریم با این خورشید کوچکترین داخل اینها. اولا میدونید که بعضی وقتا 2 تا خورشید داریم تو همین جا، هم 2 تا خورشید داریم. بزنید عکسای 2 تا خورشید با هم رو نگاه کنید که دوتاش بغل همه و دنیای جالبی. حالا باز یه دلیلی بر این که خدا وجود نداره، چون چه خدایی میتونه وجود داشته باشه که مواظب این ستاره باشه، مواظب اون شهاب باشه، مواظب این باشه، مواظب سربه باشه، مواظب مصباح باشه، مواظب اون باشه. این آقای مصباح گیرش نمیارم، از دست من در میره. این یکی از اونایی بود که طرفدار جمهوری اسلامی بود، براشون کار کرده بود، با ماموریتشون اومده بود این ور اون ور. بعدم وقتی میخواست بره ایران، اون موقع من اصلا نمیشناختم ایشون، به من گفتن که آقا یه نفر هست اینجوری چرا نمیاریم؟ من گفتم آقا من اصلا نمیشناسم. بعد داور گفت که آقا هست، من برنامه‌اشو دیدم، با شهرام همایون نمیدونم با کی اینها، باهاش تماس بگیر. تماس گرفتیم، دعوت ما رو قبول کرد، ولی آدم زرنگیه، کاسبه. گفت آقا من دارم میرم ایران، من بلیتم اینجوریه، ولی شما اگه میخوام بیام اونجا باید بلیتم رو عوض کنم اینها، بلیت و هتل اینها. وضع تلویزیون ها وقتا خوب بود، شبی 2000 دلار شبی ها، نه ماهی. الان شما ماهی 2000 دلار به هر کدوم از اینا بدی، برات 6 تا پشتک میزنه، بعدم شیرجه میره، نه تو آب، رو سنگ. ولی اون موقع شبی 2000 دلار فرش فروش ها میدادن که من احمق مجانی برم اونجا برنامه اجرا کنم. و ما هم که نمیدونستیم، پول احتیاج نداشتم، کار رو زندگی داشتم، مثل حالا نبود برای 5 دلار التماس کنیم. که میگم این آقای حسیبی بهش زنگ بزنید، هنوز زنده است متاسفانه. سال 2001 آمد اینجا تو خیابون از جورج بوش تظاهرات و اینها و به من زنگ زد. گفتم آقا خب بیا یه مصاحبه. وقتی مصاحبه انجام دادیم توی حیات تلویزیون، دست کرد تو جیبش به من پول بده. گفتم چی؟ فکر کنم میخواد سیگار در بیاره، سیگار بکشیم با هم اینا. گفتم چیه؟ گفت این پول. گفتم پول برای چی؟ گفت برای برنامه. گفتم من که پول نمیخوام. گفت خب حالا، گفتم بده به این بهبانی، بدبخت احتیاج داره. گفت من استخون داشته باشم جلو این نمیندازم. کلی هم فحش داد به بهبانی و من احمق اون موقع فکر کردم بهبانی آدمه، دوستمه. بعدن فهمیدم که آقای شهریاری آقای شهبازی درست گفته بود، همین حسیبی درست گفته بود و الی آخر. درود بر شما. آقای کوروش زرابی 2-3 روز پیش تولد مادرش بود و تبریک گفتم به مادرش و هم به کوروش من سفارش کردم که قدر مادر تو بدون، ازش خوب به اصطلاح نگهداری کن. هم امیدوارم که مادرش هم قدر مادرها که قدر بچه ها رو میدونه، چون من میتونم بگم که هم درد مثلا کوروش هستم و میتونم بگم دردی رو که مثلا مادر من هر روز حس میکنه، مادر کوروش هم حس میکنه و اینها. و در صورت گاهی وقتا خدایش کوروش جان میگم خوشا آنان که با عزت به گیتی بساط خیش برچیدند و رفتند، ز کالاهای این آشفت بازار محبت را پسندیدند و رفتند. یه همچیز این شعر مال گلپاس خیلی قشنگ. در اصل ممنونم، منم از شما ممنون و متشکرم. این آقای زرابی، آقا ما 100 تا اختلاف با هم داریم، 100 تا اختلاف داریم، ولی ما چیزی به غیر از به اصطلاح احترام از ایشون ندیدیم و چون احترام میذاره منم اصلا نمیتونم بی احترام کنم بهش. گاه وقتی تازه قلقلش هم میدم، اذیتش هم میکنه، ولی اونو به حساب پیری من رعایت میکنه و چیزی نمیگه. دوستان عزیز بذارید ببرمتون کالیفرنیا، کانادا، و ببینم این آقای زاهد هفلنگ یه موضوعی رو گفته، نمیدونم میخواد راجع به اون موضوع امروز صحبت کنه، ولی در هر صورت چون موضوع بحث انگیزه بذارید خودش شروع کنه
بهش گفتم آقا شما هر جوری میخوای صحبت کن. پدر مهربان خیلی ها بوده شاه، میگن زیاد خانم بازی میکرده، اما نه در این حد که این حد آدم بگن پدرمون بوده. آره اینا که میگن پدرمون بوده پدرمون بوده، اینا معمولا درد بی پدری دارن، یا این که پدر زیاد دارن، میگن خب حالا بین این پدرها قصاب محل و نمیدونم راننده فلان بیسار اینا بذار اقلا شاه رو انتخاب کنی. اینجوری من شما بابامون میدونی، شما به من گفتی بابات کیه، من بابام میدونی کیه، بابا شما راننده بوده، بابای منم راننده بوده، شما خیابون شهناز بودیم، ما خیابون قدمگاه بودیم و الی آخر. این بنده خدا ها یا واقعا باباشون ولشون کرده رفته، یا اینکه چند تا بابا دارن، حالا بین چند تا بابا میگن پدرمون شاه. یاره یا آقای نوشتم، آقا شما اینجا نوشتید من آریایی هستم، اهورامزدا. این آریایی کسی بهتون گفته شما آریایی هستین یا رفتی یه جا آزمایش؟ منتظر هستم ایشون جواب بده. و عکسشم که دیدم قیافش خدا وکیلی مثل همین دوستان خودمون که توی دهات اطراف بودن، بدون اینا یه قیافه مخصوصی دارن، آفتاب زیاد خوردن، بعد بعضی وقتا به خاطر که بهداشت و اینها نبوده مثلا دندوناشون از ما یک کمی چی تره، ناتینگ تقصیر خودشون که نبوده، که تقصیر آفتاب زیاد بوده. من مثلا شاهی جان میرفتم، مثلا دختران خوشگل زیبا، موها بلوند، چشما آبی، ولی بعضی وقتا میبینی بدبختا به خاطر نبود بهداشت دیگه. اینه که حالا مثلا اینا آمریکایی‌ها میگه مثلا طرف چیزه ردنکه، نگاهش میکنی آمریکایی قشنگ و قد بلند و فلانه، ولی آفتاب زده سوزندتش، هم میگه ردنک یعنی گردن سو، یعنی پشت گردن. بله به به، مادرت هم اینجاست آقای زرابی. متشکرم آقای سربی عزیز، من از شما ممنونم خانم و خیلی ممنون که با ما هستید. بذارید من این آقای هفتلنگ رو پیدا کنم. یک اسمی هم توی اسکایپ داره که نگو و نپرس. بذارید ببینم میتونم پیداش کنم. زاهد کجایی؟ ببینم اینه، یه زنگی بزنیم. اینا همه رو ست کرده بودیم، صدا نده، اینجوری گفت دیگه این فیسبوکت کار نمیکنه. اومدیم ببخشید اسکایپ جدید گذاشتیم. حالا اسکایپ جدید گویا دیگه تو کامپیوتر شما نیست و تو کامپیوتر شما فقط کوکی اون قسمت فضولیشو گذاشته. روی وب بیس اینم باز این آقای بیل گیت و مایکروسافت این کار کردن، از روزی که اونا خریدن اینجوری شده. خب این زاهد نبود، ببینیم اون زاهد چی. خدا کنه خودش به هم تماس بگیره. دوست مشترکمون آقای مسعود خان، اگر نزدیکای زاهد هستی بهش بگو یه تماسی با ما بگیره. ببینیم، آهان، زاهد is unavailable. خب اینی که ما میدونیم، زنگ میزنیم جواب نمیده، برامون عکس فرستاده که زاهد is unavailable. حالته گفتمتون ایشون دو سه میدونی. یه مشکل دیگه این دوستان وقتی پسوردشون رو گم میکنن وقت نمیذارن به اون بگه پسوردم رو گم کردم، اون بگه ایمیل چیه برات بفرستم یا شماره تلفن، یه حساب دیگه درست میکنه. بعدم هی میاد میگه آقا اینا من دارم رو حساب. بله شما 4 تا زاهد داری، پیداد نمیتونم بکنم. بذارید ببینیم، زاهد you haven't chat and skype. نه این یکی زاهد، این تو نیدرلند میشه همون هلند ما. چرا بهش میگن نیدرلند؟ چرا ما میگیم هلند؟ چرا ما میگیم مصر؟ اینا میگن ایجیپت. البته میدونید میگن یه شماره هایی داده بود این خانمش منشی چیز به اصطلاح اون روز این ارتباط رو برقرار کرد. ماشالله وقتی شماره رو میگفت گفتم بابا این که از چی بگن اعداد نجومی اون وقتا میگفتن مشکل تره. چند آرزه 7 روز پیش میگه با این 7 روز پیش صحبت کردی. خب بذار ببینم، زاهد هفلن. بله این درست نمیشه، نورد
ونکوور یه ویدیویی داشتم، میخواستم نورت ونکوور بهتون نشون بدم. برو عزیزم، خب متاسفانه چی، برو به کار زندگیت برس، بعدا نگاه کن، دوست داشتی نظرتم بینیم. بله اینجا می نویسه که زاهد isn't online، پس شما شاهد ما باشین دوستان. یه جایی گویا آنلاینه، می نویسه unavailable، در دسترس نیست. یه جایی اصلا آنلاین نیست. این تا حالا دوتاش، ما اینجا نشستیم، اسکایپ اونم روشن. آقای زاهد هفلنگ اگه شما تونستی با ما تماس بگیر. آقای کامران شما هم برو به سلامت، بعدا برنامه رو نگاه کن. هر وقت هم دوست داشتی بلیتی لاتاری چیزی برنده شد، ما رو هم جزو دوستان و فامیلا بذار. البته نصیحت میکنن میگن آقا به هیچ که نگی اگه برنده شدی، چون اولین کسایی که دشمنتون میشن همون دوستانی هستن که بهشون پول میدید، بهشون کمک میکنید و بعضیاشون حتی در پی این برمیان که شما رو از بین ببرن، که بلکه جزء وصیت گیرنده وصیت چیزای شما باشه. امروز بابا خیلی روز خوبی، آقای حسن خزایی هم با همونه، ایشون هم شیرازی مشت و نمیدونم من دیگه زاهد رو چجوری پیدا کنم. اون دوستمون که کوچه اونوری هست، آقا مسعود به این زاهد بگو که سوربی منتظرت هست. یا اینکه بذارید من اینجا ببینم شماره تلفن ایشون رو دارم، وایسی 600 و هیداده بیداده. اون وقتا همه این شماره ها یه بار که زنگ میزدیم دیگه حفظمون بود، ولی الان نه. بله اینجا پیدا شد، بذارید من با این تلفن تماس بگیرم. اتفاقا دوستمون گفت که آقا تلفن تو باز بذار تا من زنگ بزنم. گفتم نه دیگه اون ماجرا تموم شده، ما هر کسی تماس گرفت حرفی برای گفتن داشت بهش نوبت میدیم، و شما این روزا ماشینت روغن میخوای عوض کنی بهت میگی نوبت بگیر، حالا تو بگذاریم. خب یه جا هم مثل جیفی لوب میگه بیا، تا گفتی مصبا از دست ما فرار میکنه اینترنت ما قطع شد. ببین پس درست گفتم، مثل این ترامپ داشت راجع به اطلاعات و ضد اطلاعات کشورش میگفت، و چون داشت دروغ میگفت گفت که من به اینا خیلی اطمینان دارم، چراغا خاموش شد و گفت بفرما اینم اطلاعات و ضد اطلاعات ما. بعدن گوش کن ببین چی گفتم آقای مصبا، اگه خواستی بیا یه بار توی برنامه ها. دوبارم بعدن که اومدن اینجا و بکنه همون موقعی بود که دخترتون دنیا اومده بود، آمدی تو بعد دیگه رفتید آفریقا، آفریقایی شدی. حالا بیا بگو که شما چه فکرا میکردی و چه ها شد درباره این جمهوری اسلامی، چی فکر میکردی؟ چون همه اینایی که میگن آقا ما رأی ندادیم و فلان اینا، میگن پس این 98% کی بودن؟ 98% رأی دادن کی بودن؟ همه میگی نبودن. تازه به دیگران هم میگیم توی فسیل 57 بگید مثل اون آقای کیه دکتر بنده خدا خیلی هم مسن تو ایران، دکتر مه، میگه ما اشتباه کردیم حاضریم توی دادگاهی هم بیام. آقا برای اشتباه کسی رو دادگاه نمیبرن، برای جرم کسی رو دادگاه میبرن. جرم طرف با یه نیتی انجام میده، اشتباه روزی صد تا همه اون اشتباه میکنه، اشتباه میگن اشتباه کردم معذرت دیگه، من اشتباه کردم شما بیان منو ببرید دادگاه. خب ببرن دادگاه بگن چی؟ بگن آقا یه هیجانی ایجاد کردن، اینجا بهش میگن مومنتوم، یه مومنتومی ایجاد کردن، شما رأی دادی حالا چیکار کنی؟ شلاقت بزنی؟ آخه مزخرفات چیه که میگین؟ این کی آقای دکتره اسمشو بگید. فوریه و مارچ 2011 با هم صحبت کردیم، انجا شما نوشتید 22/0/11 2011 ماشاءالله، یعنی الان دخترت 6-7 سالشه؟ عجب به سرعت. ولی 2001 یا 2002 اون شیون و شین قتل حسین رقص عربیه خیلی خوبه، این ویدیو رو نگاه کنید ببینید چقدر این معتاد به بهانی مس و حشیش کشیده بود، اومده بود که آقای بهار گفت آقا شما چی میگی؟ حالا خود بهار غیر منطقی میگم آقا تو پرچم خودتو گذاشتی، این پرچم کشوری که توی سازمان ملل هست گذاشتی، من که اصلا پرچم نمیذارم. میگم آقا این پرچم و اینا کشکه، این پرچم همش از جنگ شروع شده نه مال ایرانا.
پرچم اون موقع بوده که اینا جنگ این ور بفهمد لشکر کیه بره از اون وری جنگ کنه خدایا رو نکشه. بعد یاد گرفتن این با لباس قرمز بیاد اون با لباس مشکی بیاد، یونیفرم و اینا هم باز از جنگ شروع شده. اصلا نمیفهمیم، بلد نیستیم، همینجوری پرچم، پرچم من شیر و خورشیده. آقا شیرش برای چیه؟ خورشیدش برای چیه؟ شمشیرش برای چیه؟ پرچم میذاره پشتش، دمش از این ورش میاد بیرون، سرش از این ورش میاد بیرون، شمشیرش از تو صورتش میاد بیرون. پرچم قانون داره، اگه میخوای بذاری رو میزه بهت میگن کدوم طرف بذار، اگه میخوای پشت سرت باشه بهت میگن. نه مثل این احمق ترامپ میاد پرچم رو ماچ میکنه. چرا؟ هیچ کی دیگه حاضر نیست بغلش بشه. دیشب اینجا جوک میگه آقای ستمایر میگفت تنها جایی که نمیتونیم همسرشو پیدا کنیم کجاست؟ مسخره کرده بود اون خانم سکرتری، میگفت زیر آقای ترامپ. وقت ایرانیه میاد به من میگه آقا آقای عالی جناب ترامپ منتخب اکثریت مردم هست، شما چرا بهشون میگی شارلاتان؟ گفتم من اگه فردا بگم ترامپ درستکار، خود شما چی میگی؟ خندی. گفتم حالا دیدی پس شارلاتانه، چون شارلاتان که میگم تو میدونی حقیقت داره زورت میاد، احتمالا شما هم شارلاتانی. خب 2002 بله بله خیلی خوب تاریخ ها یادته، ولی خب اینا دیگه اینا چی بهش میگن؟ نقطه عطف، ترنینگ پوینت میگن، نقطه عطف زندگی شما بوده که مثلا تو اون شور و هیجانی که هیچ که جرئت نمیکرد از جمهوری اسلامی دفاع کنه، شما آمده بودی وایساده بودی صحبت میکردی. حالا یه بار تماس بگی با اسکایپ اینترنتت قطع شد یعنی چی؟ مثلا تو آفریقا که شما هستی یه فیل کرد میشه اینترنت قطع میشه، چون دیدم شما با ببر و پلنگ و فیل و اینا هم عکس میگیری. اینم از این ماجرا. دوستان عزیز امروز دوشنبه، نه چهارشنبه است بابا، چهارشنبه 25 جولای برابر است با 3 مرداد 1397. متاسفانه آقای زاهد هفلنگ نمیتونیم صحبت کنیم. ویدیوی سعید کاووسی پیام چلبی، این اورود براتون خوندم، چلبی و اینها، گفت که آقا اینا بعضی هاشون چلبی هستن بعضی هاشون حلبی هستن، حالا ما میترسیم شانس ما جلبی گیرون بیاد. اون نمیدونم رضا مشایخی و آقای گلن ترشیزی و مجاهدین و شاه اللهیا و این حمزه پور نادان و حخای احمقتر از اون و اون جاوید ایران و اینها، اینا همهشون دنبال اینن که برن یه جایی بلکه خودشونو بچسبونن یه پولی، یعنی جلبن. حالا جلبی گیرتون بیاد ببینیم چه خاکی بر سرتون این بار میکنه. و اما وزیر امور خارجه آمریکا در کالیفرنیا، چه کسی ایشان را دعوت کرد؟ هنوز معلوم نیست، هیچ کس جواب نداده. و درباره پرچم یه دقت کنید به این پرچمهای کشورهای اروپایی، مخصوصا این سوئد موئدینا، همشون از این وری یا صلیبه خابیده یا از این وری، همش راجع به صلیبه، یعنی راجع به وطن، راجع به ملت، راجع به ملیت، راجع به نژاد اینا نیست، همش راجع به مذهبه و ما نمیدونیم. همین پرچم ایران شیر و خورشید، این پرچم، این پرچم اینجوری میگن شمشیر ایرانی ها صاف بوده و نسبتاً کوتاه‌تر، چون از نزدیک میجنگیدن، مثل خنجر، یکم از خنجر بزرگتر، اینجا بهش میگن مشدی. و پرچم شمشیر عربا هم بلندتر بوده، هم اینجوری چیز داشته، از که این عربا تو گرما همه چشون بلندتره. خب نظر من یا نظر شما؟ بله با آقا فرخ گفتن که آقا فرخ شما نمیتونی به من بگی باید اینجوری باشه، چون ایشون من گفت تو شما باید خوشحال باشی. آقا من خوشحال نیستم، شما خوشحال باش. شما ببینید من خوشحالم که این خانم انگلیسی فارسی صحبت میکنه، من خوشحال نیستم. چقدر ما بدبختیم، ما این همه زبانهای مختلف صحبت میکنیم، هیچ که اینقدر به اون کردیت نمیده، ولی اینقدر عقب افتاده و بدبختیم که یه زنی، حالا اگه یکم جوان باشه و خوشگل باشه هیچی دیگه، همه اون دست پامون میلرزه که این آمده فارسی صحبت میکنه. خب صحبت میکنه که صحبت کنه، چه کارش کنه؟ حتما چیز دیگه از این لینگویست اینا یعنی که برای دولت کار میکنن، تلفونا رو گوش میدن اینا، ببینیم شما چی گفتی اون چی گفت. تظاهرات، پیپال، پناهجویان رو دریابین.
عکس اسرائیل ایران، من این عکس رو نشون بدم آقای چیز، ریختی برنامه ما رو به هم آقای زاهد. و اینم یکی دیگه از وقتی مهمون داری میگی خب ساعت 2:30 آقای زاهد میاد. دیدی من حتی برنامه‌مو زود شروع کردم که چون امروز از خلیج فارس همون دوستمون پیامشو میفرسته، چون بعد با آقای سلیمانی هم هستیم، گفتم این وقتا مال اون، من حالا میام زودتر شروع کنم. من میدونستم آقای زاهد هفتلنگ کار داره نمیاد، اسکایپش وصل نیست، اویلیبل نیست یا کانکتد نیست، خب برنامه اون سر موقع خودش شروع کرده. بزنین یه نفر مثل که تماس گرفته ببینیم کیه. نه این خیلی بد شده، این اسکایپ جدید حتی تم یا رنگ معمولیش هم نمیذاره من انتخاب کنم. البته اینا باید بری تو ستینگ مشکلش میکنن. اسکایپ آها، میخواستم زنگ بزنم بهش. بله ببینم اینجا بگیم کال، میگه کی، میگیم که 604 700. کانکت قبلا زنگ زدم از اینجا، میتونم به اون شماره زنگ زدم. اتیک من نمیخوام که با بنده خودم مزاحمش نشم. ببخشید دوستان، میخوام دیگه واقعا یه فیلم میرم برام فرستاده بودن، نه آقای زاهد افلان، یکی از دوستانون که از خونه یک نماینده مجلس ایرانه که در ونکوور و اینها خریده، بعد میگفت که شما ببین این دوستان ایرانی چقدر ساده لو هم فکر میکنن آمریکا و ونکوور و کانادا و اینا با ما ملت هستن، نمیدونن که اینا عاشق و سینه چاک کی هستن، این کسایی که براشون پول میارن. سرچ گوگل وایس، یک لحظه دوباره من اینو بزنم، 604 گویا به ثبت نرسوندم ایشون رو. بله حالا پیدا شد، به اسم شرکتشون هم هست، بستمن آتو. خب حالا ببینیم چی میگه. 10 سکند کال، بله کانکت. مثلا این گوگل وایس اون وقتا مثل یه تلفن معمولی برمیداشتی زنگ میزدی، هر کی هم زنگ میزد آمد با هنگ آوت، همشون هی میخرن از هم دیگه چیا رو، و براشون مهم نیست شما عادت کردی بهش، اون خودش هر کاری دلش بخواد انجام میده. بله اسم مغازه ایشون هم هست بستمن آتو سرویسز. حالا توی مکانیکا هم بستمن پیدا کردن خیلی مشکل، نمیدونه. ما شماره هم اینجا داریم، میزنیم هم تلفن، میگه با این فون تو کال ویت هنگ آوت. اوکی okay. انگلیسی ما خوب نیست، ولی این دیگه فون تو کال ویت. زنگ نمیزنه آقای زاهد هفلنگ، چی کار کردی؟ تلفنت هم زنگ نمیزنه، اب نداره. حالا دیگه تقریبا داره نزدیک به ساعت 3 میشیم، ببینیم چی میشه. روز و شبتون خوش. و این خیلی جالب، آها این کوفتی کار نمیکنه، با فایرفاکس کار نمیکنه، باید با چیز بازش کنی، با کروم. و کروم هم بیارم اینجا، اینو باز کنم. واقعا که چه زندگی برام ساختن. و بهت نمیگه کار نمیکنه، هی میگه زنگ بزن، میگی بله، زنگ میزنه وصل نمیکنه، هیچ چی انجام نمیشه، میپره میره. یک لحظه اینجا بست من کجا هستی؟ سرچ فور گوگل، بزنم بست من. ببین من اون شماره رو که میزنم مینسه بست من، حالا که مینسم بست من نمیارتش. خدا ذلیلتون نکنه که خودمون ذلیلتون کنه. 604 اوکی
connect, hang out. بله، یه صفحه باز شد. Your call is free. اوکی بابا، میدونیم نیم ساعت داریم وقت میذاریم، چی فری؟ عمرمون داریم میگیریم، دلمون خوش فری. داره زنگ میزنه، این وایس. Hello, this is Bestman Auto Service. Please leave your message after the tone. Thank you. آقای بستمن، شما با ما ساعت 2:30 قرار داشتی، رو 2 تا 3 تا اسکایپ رفتیم پیدا نشدی، تلفنت هم که خاموش و مستقیم رفت به طرف پیامگیر. یه وقت دیگه با هم صحبت میکنیم. روز و روزگارتون خوش، خدا نگهدار. خانم لیلا میلانی چند مدت هست که برنامه ما رو که میبینه ما پشتک میزنیم، میگه آقا چرا پشتک میزنی، شیرجه بود، شیرجه میریم. دفعه دیگه میگه آقا چرا شیرجه میری، بپر بالا. خانم برنامه من اینه، من 20 سال با این صغرا و کبرا اصل مطلبی ندارم. چه اصل مطلبی؟ اصل مطلب من اینه، جنبش ایرانیان آزادی خواه، به من بپیوندید، میخواهم ایران را آزاد کنم. شما حاضری بچه و نوه و زندگی و آسایش کالیفرنیا رو ول کنی بیای دنبال من احمق؟ خب نیستی که. پس با همین صغرا و کبراها داریم میگیم دیگه. اینی که شما میزنی روی چیز نمیتونی پیام بذاری، اینی که به شما گفتم خانم اگه با فایرفاکس نتونستی برو با گوگل، برو با کروم، برو با اینترنت اکسپلورر، شما باید بگی ممنونم یه چیزی یاد گرفتم. اینا صغرا کبراهای زندگیه، زندگی ما همش صغرا کبرا دور و برمونه، چیز دیگه ای نیست. که شما بیا یه برنامه اجرا کن. اون روز من یه قسمتی از برنامه آقای چیز گذاشتم، جلیل مرتضوی، ایشون به من میگه آقا شما باید همشو میذاشتی. خب قربونه شما بشو تهیه کننده، من میشم مجری، شما پول برنامه بده. مثل این آقایی که 12 تا فیلم فرستاده با یه دونه پیام، میگه آقا این پیام رو بذار از دقیقه 1 شروع کنیم فیلم ها رو نشون بده. آخه من ببخشید اینو میگم، اون وقتا هم میگفتن طرف اینقدر خوشبوئه که دم بادم میشینه، تا چه ما میخوایم اوردر بدیم؟ اون یه دفعه دیگه هم سر این برنامه آقای انصاری من همین موضوع رو خیلی دوستانه، خیلی مؤدبانه به شما گفتم. گفتم خانم شما این نوار شکیرا نیست که الان مثلا موزیک شکیرا بخوای، موزیک شکیرا بزن. این تلویزیونه، میای میزنی این هست، میگی مرچور قیافش ببره، میری اون و شما تصمیم میگیری، نه که به اینی که نشستی میگی آقا این چه قیافه‌ایه، بی برو جراحی کن، من میخوام صورت تو رو خوشگل ببینم ولی پولم نمیخوام بدم. آخه نکنید شما با این انگلیسی خوبه، من روت حساب میکنم. حالا باز اون دوست اون گفت آقا شما یه جایی گفتی که ایشون هم خیلی باهوشه هم خیلی منطقیه و من حالا ناامید شدم. گفتم خب واقعا ناامید شدم؟ بگم ناامید نشدم، من رو شما حساب میکردم، فکر میکردم منطقی هستی، شما باهوش هستی، وقتی اینجوری میای حرف میزنی شک میکنم، شک نکنم دروغ بگم. این صغرا و کبرای ما. خب حالا از چی میخوان؟ ویدیوی سعید کاووسی. چشم، بریم ببینیم پیدا میشه. خب با طرف قرار گذاشتم، برنامه ندارم، کاغذان بعضی هاش سفیده، قرار بوده اون بیاد برنامه پر کنه، اونم نیومده. حالا یا بنده خدا مریضه یا یه ماشینی یه جای پول بیشتری میسازه، چون اینجوریه هیچ که ابلیگیشن برای خودش درست نمیکنه. مثل من احمق نیست 20 سال سر ساعت 2 بیام بشینم اینجا. اگه یه کسی 5 دلار بیشتر بهش میده میگه چون لقه بیننده می سراغمونا. شما برنامه تلویزیون ایرانی نگاه کن، یک چیز سر موقع شروع نمیکنه. آقای سوربی، I just expressed what I had in mind. منم دارم I'm just expressing myself. و اینم اشتباهه. Express yourself این نیست عزیز من. اگر من یه سوالی میکنم میپرسم نظر شما درباره گرد همایی ایرانیان در اونجا با آقای وزیر امور خارجه چی بود؟ خب شما نظرتو بنویس تا من به جای صغرا و کبرا بیام از لیلا بگم. نمی‌نویسی،
چرا میگی آقا ولم کن کی حوصله داره؟ اگه بگم نظر شما درباره کشور اسرائیل که میگن مهد دموکراسی در خاورمیانه ولی الان اولین کشوریه که آپارتاید بدونین چی؟ تبعیض. یه جا میبینید آپارتاید تبعیض سیاه و سفیده، یه جا میبینید تبعیض نژادیه، یه جا میبینید تبعیض مذهبیه. آقای اسرائیل تو کنساشون تو مجلسشون اصلا قانون گذراندن که بابا این اصلا کشور موساست. شما نظرتو بگو من الان میگم. بیا بفهم سعید کاووسی یک شارلاتان است. شما یه نفره که باهاش موافقی به من بگو تو من برنامه اونو بذارم. بنویس اینجا برنامه کی خوبه. جلیل مرتضوی خوب برنامهاش داریم میذاریم، حمایت کنید. اون دوست اون بیژن حمایت کرد، ممنونم دوستان، بازم حمایت کنید. آقای مرتضوی هم تشکر کرد، یک ویدیو ساخته، ویدیوهای دیگه هم میسازه. 5 دقیقه دیگه به اذان صبح باقی مونده که براتون خلیج فارس. عکس دختر، یه دختر خانمی بذار ببینم اینجا خیلی رو اسکایپ برای من مینسه یه پیام داری، ولی وقتی میام پیام نمیبینم. من اون دیدید یه چیز زردی میاد روش، میگی یه پیام داری. Waiting for Zahid to accept invitation. این یکی هم میگه Waiting for Zahid to accept invitation. ولی ما اون دفعه با هم صحبت کردیم چه invitation، قبول کرده و رفته. ولی من میدونم این مشکل ما اونیه که این خانم منشی برای این یک اکانتی باز کرده که بهش گفتم خانم چجوری یادت میمونه، گفت نوشتمش از رو شماره 20 شماره خوند و چند تا حروف و اینها. نمیدونم بذار اینجا بینه این پیام کیه. سلام خیلی ممنون از شما. نمیدونم پیام دیگه ای من نمیبینم اینجا. خب داشتیم راجع به چی صحبت میکردیم. I had personal experience with Said Kav. خیلی ممنون. خود شما میگید personal، یعنی بین شما بوده با اون. ایشون تا دیده شما یه زنی هستین زنگ زده صحبت کرده، بعد شروع کرده حرفای بی خود که به اصطلاح زن ستیزیه. پرسونال اکسپریانس، ما که اینجا دادگاه نیستیم که بشینیم پرسونال مشکلا رو حل کنیم. تام زنگ بزن نصف شب فوشش بده تموم شد، اون به شما بی احترامی کرده، شما با اون فوش دادی رفت. حالا همین الان اگه یه نفر دیگه بگه آقا این لیلا و صغرا و کبرا رو ول کن راجع به محیط ایران حرف بزن، به اونم میگم چی بگم؟ شما بیاین بگید دیگه. این برنامه اسمش هست سربی با مردم. بعدم که عنکبوت اومد زد ما رو، ما شدیم مرد عنکبوتی، اسپایدرمن. اصلا دیگه من سربی نیستم، اسپایدرمن ویت پیپل. بفرمایید بیاین یه برنامه. چند بار خدا وکیلی اینجا بنویس، چند بار لیلا خانم من به شما گفتم فارسیت خوبه، مطالعات خوبه، به اصطلاح انگلیسیت خوبه، بیا یه برنامه بذار www what women want، زنها چی میخوان. چند بار ازتون خواهش کردم، جواب شما چی بوده؟ نیستیم، نمی کنیم. همش میخوایم کاری رو که دوست داریم یکی دیگه برای اون انجام بده. آقای سربی انصاری رو دعوت کنه، انصاری که میاد اینجا چیزی بگه که من دوست دارم بشنوم. انصاری میگه آنو من نبودم اونجا. وقتی این رضا اولاغ رفته پرید روی دوست دختر چیش تو اتاق بودم، من چیکار کنم برم بند بکشم وسطشون؟ مشکل داریم، شما تنها نیستی. چیزی که هست من به دوستام هم میگم، بعدشون میاد اون وقت. یعنی آقا من به شما این همه احترام گذاشتم، شما به من بی احترامی کردی. میگم کجا بی احترامی کردم؟ شما طرف اونو گرفتی، اون که نمیشناسیش، من دوستتم، براش مثال میزنم. میگم شما تو ماشین برادرت نشستی، برادرت از روزی که دنیا اومدی میشناسی، ولی برادرت تندروی میکنه میزنه اونی که حقم باهاش نیست. بعد شما بهش میگه آقا اشتباه کرده اومده تو خطر فلانی بیسار، ولی داره بچه مردمو میکشی. شما به طرف میگی که پول گرفتی، بعد میگیم فلان، میگی ننو باباش تو انقلاب شرکت کردن. آقا انقلاب شرکت کردن گناه کبیره که نکرده، خود شاه شما گفت که مردم صدای انقلابتون رو شنیدن، خود شاه شما اومد گفت دیگه انتخابات درست، خود شاه شما اومد گفت دیگه دزدی نمی‌کنی، خود شاه شما اومد گفت دیگه بی‌قانونی نمی‌کنی، و بازم کرد. بی‌قانونی اومد هویدا رو انداخت تو زندان، بی‌قانونی اومد این نصیری عقب افتاده رو از پاکستان برداشت برد انداخت تو زندان،
آخه خیلی کارمون خرابه. پس به من نگید شما اینجا کارت خراب بود اینو گفتی. هممون کارمون خرابه. سوربی تنها کسی که میگه کارمون خرابه. سعید کاووسی اشکالش اینه که میگه شما ایرانی ها، شما ایرانی ها، انگار خودش مثلا از کره ما اومده. شاید هم اومده از کره ما. I don't know. خب بریم. دخیل بستن ایرانی های ساده لو به امامزاده ترامپ. نامه های حمایت را نشان بدهم. آه اون روز نشون دادم این دوستمون نامش چسبید با یه نامه دیگه. خب حالا می‌خواستیم سعید کاووسی رو بگیم، ایشون گفت نه با سعید کاووسی هم مشکل داره. بریم این دختره رو بیاریم عکسش نشون بدیم، امیدواریم مورد پسند قرار بگیره و مشکل کسی نداشته باشه. آها نگاه کنید دوستان، از صبح تا شب روی فیسبوک یا داری یه چیزایی می‌بینی یا یه چیزایی برات می‌فرستن. حالا شما بیاین نگاه کنید ببینید ما چه ملتی هست. اول اینو میخونی دلت رویش میشه. مریم دختر دانشجوی دوره فوق لیسانس از روستای خانقاه حسن گاوگیر برای درمان و خرج معالجه پدرش ترک تحصیل کرده و با لباس مردانه و مردتر از هر مردی سخت‌ترین کارها را انجام داد که خانوادهش محتاج دیگران نباشه. خب تا اینجاش هیچ اشکالی نداره. اصلا به قول آمریکایی‌ها کلا برمی‌داری، تعظیم می‌کنی در برابر این خانم، در برابر بانوان ایرانی. ولی حالا نگاه کنی، برمیگردی دوباره می‌خونیش. این خانم دوره فوق لیسانس از روستای خانقاه حسن گاوگیر. یکی بزنه، الان می‌دونی شما نقشه تو ایرانم مثل اوبر درست شده، تو ایران هم نقشه و اینا رو به فارسی هم بنویسه، یه نفر بزنه ببینه این روستای خانقاه حسن گاوگیر کجاست، اون وقت به مشکل برمیخوریم. مشکل اینه زمان دو تا پادشاه میان بچه های مردم رو به عنوان سپاه دانش، سپاه بهداشت میفرستن تو دهات، نه خونه ای نه چیزی، میگن برو یا علی مدد بچه شهر میفرستنش داداش من برو بهمنشیر آبادان، فلان داداش شما بچه تهرون برو فلان ده، اوکی؟ میره اونجا بشه معلم. حالا خود شما میگید این دختره داره تو فلان ده فوق لیسانس میخونه، فوق لیسانسشه ول کرده رفته کارگری میکنه. بله دخترها تو ایران آرایش و شکلشون عوض میکنن، به جای پسرها میرن زمین استادیوم بازی. یه خانمی یه فیلم خیلی قشنگ درست کرده بود، ویدیو اتفاقا ازش دعوت کردن بیاد. اینه که نشون میده نمیخونه. تازه اینو کی گذاشته؟ آقای اکبر اکبری، همشهری ما، همشهری دوم هم هست، چون من آلمان کشور دوم میدونم، ایشون اونجاست. خب شما به من بگو آقای اکبری، این خانم دوره فوق لیسانس از روستای حسن گاوگیر برای درمان و خرج معالجه پدرش، که الان ما میدونیم دیگه دانشگاه ها که مجانی نیست، که هر کسی رسیده یه دانشگاه آزاد را انداخته پول بچه ها رو میگیره و یکی نیست به اینا بگه آقا نرین پولاتونو بدین به اینا، چهار سال دیگه مادر و پدرتون تو خرج نندازین، برین دنبال کار زندگی، یکتون برید نمیدونم ذرت بفروشید، یکتون برید مرغ بفروشید، یکی برید نونوایی باز کنید، یکتون برید مکانیکی باز کنید. قرار نیست که هر کی دیپلم گیره یه میستندلی هم بهش بدن. این هم میستندلی ها چیکار میخوام بکنم رو هم دیگه سر هم بذاریم بشینیم پشتش؟ ولی چیزایی که میذاریم دروغه، چیزایی که میذاریم غلطه، چیزایی که میذاریم اشتباهه. 3:03 است، اجازه بدید من برم پیام این دوستمون رو پخش کنم و دفعه دیگه اگر اینجوری چیز فرستاد بهش میگم معذرت میخوام، این کار برای من خیلی مشکله، چون من فکر کردم یه ویدیویی هست 2 دقیقه است 3 دقیقه است 5 دقیقه است ما میذاریم نشون میدیم، ولی ویدیوها 11 ثانیه من اینجا باید بشینم همینجور حواسم به ویدیو باشه، اون ویدیوی دوم بذارم، اون ویدیوی سوم بذارم، و این کار کار سختی از ادیتینگ مشکل تر، و من بارها بهتون گفتم من از ادیتینگ بدم میاد، حالا به پای تنبلیم میخوام بذارید، ولی هرچی. یه نه دوستی دارم مال کولومبیان، آقای اف واسارو، میگه که سوربی تو چون به همه میخوای کمک کنی همیشه زردی. گفتم یعنی چی؟ گو یه بار سرخ شو بگو نه
دیگه نمیخواد هر روز زرد باشی. اون موقعی بود که هی پول میدادی به این اون قرض، بعد هی ناراحت میشدی میگفتی آقا تو گفتی هفتگی اینقدر میارم میدم، ما که نه نزولی ازت میخوایم نه گروی ازت برداشتیم، خب بیا بده. بعد این دوستمون خودش هم جزو همونایی بود که ازمون قرض گرفته بود. خب بریم سراغ این پیام و من اول اون ویدیو رو باز کنم که یکی یکی بیارم بذارم اینجا. و ایشون گفته ویدیوها صدا نداره، صدا هم نداشته باشه، والوم اینا رو بیارم رو زیر و اولین ویدیو رو بیارم اینجا. این دوستمون که میگه صغرا و کبرا نخونین، شما برنامه های این بیوانی معتاد نگاه کنین، این مثلا نشسته اصلا انگار شما وجود ندارین، برای خودش کار میکنه، تلفنش از تو گوشش در میاره، جارو میاره، چیز میکنه و اینا. من اینجوری که حرف میزنم یعنی ای خانم ای آقا میدونم شما اینجا هستی، ما الان گیر کردیم. بعض وقتا زنگ میزنم به یه جایی، به طرف میگم هنوز هستی شما؟ میگه بله. میگم ببین پسر من، دختر من، گاهی وقتی به من بگو که تو هستی، چون هیچ صدایی نمیاد. من نمیدونم رفتی توالت، رفتی نهار بخوری، رفتی جیش بکنی، بگو بله من دارم نگاه میکنم، الان من دارم نگاه میکنم. واقعا بشنویم صحبت های این دوستمون. منم اینو بگیرم دستم. سلام بر عزیزان. سر یه دقیقه کار سختی ما امروز محول کردی و من ندونسته قبول کردم، عذر میخوام، اجازه بدین این شیشه عمر ما یه دقیقه پر میشه، بذارید اول، گرچه این زیرش تایمر داره. خب ما پیامو شروع کنیم، یه دقیقه منو ببینید بعد میریم سراغ ویدیو. سلام بر عزیزان شنونده و بیننده تلویزیون مردم. در دو برنامه پیش ضرورت شناخت انسان برای انجام هر کار، خدمت و بهتر نمودن احوال استفاده کننده را شرحیدم. در آغاز به اجازید یک موضوع اصلی را بیان کنم. اغلب ما انسان‌ها آن را مد نظر قرار نمی‌دهیم یا نمی‌خواهیم بدانیم یا فرهنگمان این درک را در بیشعوریمان قرار نداده است. تصور اینکه یک چیز، یک شخص و یک موضوع همه اش خوب و یا بد است صحیح نیست. این ایدئال بودن، ایدئال اندیشیدن ما را به یک خیال و یا تصور بی اساس برده. بر پایه این تصور حکم‌ها صادر و تصمیم‌ها می‌گیریم. وقتی از کسی و یا چیزی خوشمان آمد، آن را بهترین تک و نمونه و غیر قابل بحث و مقایسه می شماریم. وقتی نظرمان را عوض کردیم، به دید و یا تصمیم گذشتمان که ما را در دنیای تعصب قرار داده بود نندیشیده و بدون درک و یا انکار بعض و یا رأی قبلی، با 180 درجه چرخش انتظار داریم که باز درست بوده و مورد قبول دیگران قرار گیریم. همه چیز خوب و بد دارد. مسائل سفید کامل و یا سیاه تاریک نیستند. همه امور ما خاکستری رنگ هستند با روشنی و یا تاریکی کم و زیاد. مثلا نمی شود گفت که همه چیز شاه بد بود یا همه چیز ملاها بد است. همشون و هر کدام ما خوبی ها و بدی ها داریم. در صورت تشخیص و درک و اندیشیدن بدیها را شناخته و آن را به خوبی تغییر می دهیم. از اشتباه ها تجربه می آموزیم. کسانی که از تجربه های خود سودمند نمی شوند در میان ما احمق خوانده می شوند. هرچند که مصدر این کلمه از عربی است و عصبانی شدن معنی می دهد. با گذشت زمان این صفت تغییر معنی داده. افرادگری در سنجش و تقویم این روش بیشعوری و واقعیت ما را ساخته، تعصب و لجبازی آفریده، موضوع یک دندروی را خواهشاً فراموش نکنید. در این گفتار و گفتارهای آینده موضوع سخن خواهد بود و بیشتر درباره‌اش بحث خواهم کرد. یکی از علل عدم بازاریابی یک کالا یا اختراع، عدم توجه سازنده و مخترع به حقیقت و وضع انسان است. وقتی تصمیم شخص اول یا چوپان شماره یک به شکست منجر می شود، بدانید که علت اصلی این درماندگی عدم شناس انسان، محیط، عوامل تأثیرگذار و عدم اجرای صحیح طرح است که بدون توجه به احوال مورد استفاده گر پیاده شده.
در گفتار امروز درک و تشخیص شاه از انسان ایرانی را پیش کشیده و یک مصاحبه تلویزیونی آرتی روسیه امروز به زبان عربی را برایتان ترجمه می کنم. شرکت کننده در مصاحبه سفیر سابق شوروی در ایران آقای الکساندر ماریاسوست. موضوع مصاحبه آشنایی به اطلاعات ایشان و بحث کتاب خاطرات سفیر پیش از ایشان آقای ولادیمیر وینوگرادوف است. آقای وینوگرادوف سفیرش کشورش در قاهره بود و قبل از انقلاب در همین مقام به ایران آمده و دوران بعد از آن را ناظر بوده. قبل و بعد از انقلاب آقای الکساندر ماریاسو در ایران مشاور سفیر شوروی بود و بعد از آقای وینوگرادوف به مقام سفیر میرسد. این دو شخص یعنی نویسنده کتاب و شخص مصاحبه شده تجربه قبل و بعد از انقلاب را گذرانده و به علت مقام و کارشان مورد تحقیق قرار داده اند. مشاور و سفیر وقت سفارت حمله تظاهر کنندگان به سفارت را شاهد بود که بر علیه شیطان کوچک یعنی شوروی شعار می دادند، تهمتی که پس از انقلاب به همسایه شمالی داده شده بود، شیطانی که امروز ملائکه شده. سیاست پدر و مادر ندارد. در این گفتار گزارشی تقدیمتان می کنم. سخن امروز از این مصاحبه گفتار آقای ماریوسو، نوشته های آقای وینوگرادوف و گفتگوهای تقدیم کننده موضوع این گزارش است و از خود بران چیزی نافزودم. مشاورین آمریکایی زیادی در ایران بودند که با تعداد خانواده‌هایشان به بیش از 300 هزار نفر می‌رسیدند. این تعداد از مشاورین شوروی در مصر بیشتر بودند. روابط شوروی و فعالیتش در مصر با آمریکایی‌های مقیم در ایران قابل مقایسه نبود. آنها در همه جا دست داشتند و در همه کارها دخالت می‌کردند. روابط ایران و شوروی به اضافه بر همسایگی بسیار قدیمی است. قرن‌ها بازرگانان ایران و تاجران روسی در شهر نووگرادا ملاقات و داد و ستد می کردند. دخالت شوروی در ایران هنگام جنگ جهانی و اشغال آذربایجان مورد طرد شاه و مقامات ایرانی بود. آمریکایی ها او را از شوروی می ترساندند. رابطشان با ایران بر سودجویی پایگذاری شده بود. آمریکایی ها به شاه می گفتند به ما نفت بفروش و ما همه چیز را برایتان صادر می کنیم. در همان وقت شاه را از رسیدن شوروی به آب‌های گرم خلیج فارس می‌ترساندند. بعد از انقلاب این ترس را رژیم اسلامی نیز داشت. با این حال شاه مردی عملی بود. می‌دانست که با شوروی 2500 کیلومتر مرز مشترک دارد. شاه برای ورود صنعت به خصوص سنگین به شوروی رو آورد. آمریکا به فعالیت صنعتی شوروی در ایران اهمیت نمی‌داد. شاه به پیشرفت صنعت و اعتماد به کشور خود علاقه داشت. خواهان استقلال صنعتی بود. از این رو سوی شوروی گرایید. در اصفهان کارخانه ذوب آهن به کار افتاد. در عراق کارخانه ساخت ماشین آلات تأسیس شد. ده ها پروژه صنعتی گوناگون در جاهای مختلف ایران محصول می دادند. راه آهن از جورجیا به تبریز رسید. لوله گاز از جنوب به شمال کشیده و ده ها میلیارد متر مکعب گاز را به همه جا می رساند. شاه در ملاقاتهایش با سفیر خواهان توسعه بیشتر بازرگانی با شوروی بود. از سفیر خواست با دیدار از مناطق صنعتی جریانها را از نزدیک دیده و به او گزارش دهد. شوروی ها در همه جا با کارگران و در کنارشان بودند. می دانستند مردم چگونه زندگی می کنند و چه می خواهند. سفیر از درون ایران و احوال مردم بیشتر از شاه مطلع بود. در یک دیدار از سفیر پرسید آیا شما هم در کشور خود بیروکراسی دارید؟ چگونه با آن برخورد می کنید؟ هنگامی که انقلاب آغاز شد شاه علت شورش مردم را نمی دانست. سفیر از شاه خواست به جنوب تهران رود و از نزدیک فلاکت، فقر و بیچارگی مردم را ببیند. سفیر به شاه گفت ایران عموماً به دو نمونه یا بخش تقسیم شده، بالا شهری های مرفه و نیازمندان پایین. در این مصاحبه آقای ماریاسو گفت شاه عملاً از واقعیت ایران اطلاعی نداشت. واقعیت و مشکلهای مردم را نمی دانست. مستقیماً با مردم هیچ رابطه‌ای نداشت. در تصور و خیال بافی
پیشرفت و جلو رفتن ایران غرق شده بود. گزارش‌های دولتی تنها وسیله اطلاع‌یابی او بود. اطلاعاتی را مطابق میل شاه به او می‌رساندند. گزارش‌های انتقاد از شوروی مورد قبولش بود. در ایران از سندیکاهای کارگری خبری نبود که شاه مشکل کارگران را مستقیم بداند. کارگران خواهان قدرت و دخالت در امور هستند. سفیر با دیپلماسی به این اوضاع اشاره کرد، اما نمی‌توانست در امور داخلی دخالت کند. بارها شاه خواهان راهنمایی سفیر شوروی شد. می‌دانست اطرافیانش راهنمایی‌هایشان را قید می‌کنند. علتش هم شخصیت خود شاه بود. یک بار اریک لورو خبرنگار فرانسوی از شاه درباره خمینی سوال کرد. او با عصبانیت گفت: او کیست؟ او یک هندی است. همین عبارت‌ها را به سفیر شوروی نیز گفت و افزود: خمینی پیری از گذشته است و می‌خواهد ایران را به عقب ببرد. کسی دنبالش نخواهد رفت. غلط و اشتباه بزرگ شاه از نادانی واقعیت و همه احوال ایرانیان و توان خمینی و آمادگیش در جلب دنبال رو رسیدن به هدف را برای خمینی آسان نمود. در این مصاحبه به گفته های از آقای امیر عباس هویدا نخست وزیر اشاره شد. آقای هویدا به سفیر گفته: خارجیان حقیقت ایرانیان را نمی دانند و از احوالشان بی اطلاعند. طبیعت ایرانیان را نمی شناسند. اگر سوسیالیستی به ایران راه یابد، این بزرگترین بدنامی را برای سوسیالیستی بار خواهد آورد. ما آدم‌های فریبکار هستیم، خیلی تملق می‌کنیم، دلجویی‌ها نموده و تقاضاهای بسیار داریم. هدف حقیقیمان را در داخل خیش مخفی می‌کنیم. هر چه تاریخمان را بخوانیم می‌یابیم و یاد می‌گیریم که این صفت‌ها در ایرانیان تغییر نکرده و نخواهند کرد. به سخنی آقای هویدا روش توقیه را برای سفیر شرح می داد. هرچند که این سخنان را با طنز بیان کرد، اما به واقعیت ایرانیان آشنا بود. هم میهنانش را خوب می شناخت. آقای هویدا افزوده: ایرانیان منظم نیستند. علنا اتفاق خود را پیرامون مسئله آشکار می کنند، اما هنگام عمل به گوشه می خزند. سفیر شرح داد و گفت: این نتیجه گیری آقای هویدا اشتباه بود. جریان انقلاب نشان داد ایرانیان بسیار با پشتگار و اصراری پر سوی هدفشان می روند. مردم با تنظیم به مقصودشان رسیدند. پایبندان به اصول سوسیالیستی در یک جا جمع و هدفهایشان را برآوردند. در برابرشان این برجوازی ها بودند که تغییر چهره و روش داده و با کمی فشار تسلیم شدند. هویدا در جایی درست و در جایی اشتباه کرده بود. بعد از انقلاب خمینی و اطرافیانش تصور کردند ایده اسلام‌گروی و پایبندی به عقیده دینی سبب پیروزیشان بوده. با بلند کردن پرچم اسلام سوی کشورهای همسایه رفتند تا انقلاب را در آنجا منتشر کنند. آخوندها به شوروی آمدند. ما اعتراضی نکردیم. در مناطق مسلمان شوروی از اسلام و عظمتش سخن گفتند. با دیدن وضع و حال مسلمانان شوروی که از ایران بهتر بود یکه خوردند. شوروی از این فعالیت‌ها آزرده نبود، نگرانی هم نداشت. پس از مدت یک سال و نیم تا دو سال این صادرات دینی به شوروی متوقف شد. در شوروی دین داران و بی دینان مشغول کار خود بودند. در بخش آخر مصاحبه درباره شبیه بودن انقلاب روسیه و ایران سخنانی گفتند. پیروزی بلشویکا و دور انداختن انقلابیون را شرح داده و آن را مانند رفتار آخوندهای شیعه معرفی کردند. در اینجا گزارش این مصاحبه پایان یافت و گفتار خیش را شروع می کنم. همانطور که این دو سفیر سابق شوروی برداشت کردند، دوری شاه و دولت مردانش از مردمی که بران حکم می کردند علت اصلی انقلاب ایران بود. عجیب این که آقای هویدا که حال ایرانیان را برای سفیر می شرحید، قیاس به نفس می کرد یا خود را خارج از محبته ایرانیان می دانست. آنان که بعد از انقلاب به سر کار آمدند، آیا علاقه‌ای به شناخت وضع ایران و ایرانیان داشتند؟ آن اطلاعات را که قبلا می دانستند، آیا تجدید دانشش کرده و جویای آخرین احوال مردم شدند؟ شاه بیش از هر مسئول دیگری علاقه به خواندن گزارش داشت. روزانه 4 گزارش محرمانه از سواق، اطلاعات ارتش، وزارت امور خارجه و سازمان رادیو تلویزیون به اون می رسید. احیانا گزارش هایی از مأمورین ویژه و دیگر مسئولین نیز به شاه می رسید. گزارش ها خلاصه‌ای در آغاز داشت و تفصیل به دنبالش می آمد. تهیه کنندگان و جمع کنندگان این گزارش ها سعی می کردند شاه را ناراحت نکنند.
مسئله آزرد خاطری را اگر نمیشد رو پوش نهاد با متنی می نوشتند که طرف تهیه کننده و فرستنده گزارش خطاکار معرفی نشود. هرچه درباره اوضاع و احوال شاه و ادارهش بحث کردم، بزرگترین آسیب زننده به رژیم شاهنشاهی را در اداره ساواک یافتم. اداره سوم و مدیر آن آقای پرویز ثابتی، بدترین دوست نادان و زیانگر به شاه و رژیمش شناختم. با گذشته چند دهه و انتقال به محیطی دیگر و شاید برخورد با اندیشه های مختلف، ثابتی و دیگر همکارانش هنوز نتوانستند به حقیقت و واقعیت و نتیجه زشتکاری های خود که زورگویی و ظلم و شکنجه هم میهن بود پی ببرند. با استفاده از زور مخالفین را به دشمن مبدل ساختند. هنوز در نوشته ها و مصاحبه هایشان آن شکل و قیافه بالاتر بودن و برتر شناختن خیش را به معرض خواننده، شنونده و بیننده قرار می دهند. در شگفتم و از خود می پرسم چقدر انسان باید نفهم و اسیر بیشعوری باشد که تا این اندازه و با این همه تغییرات در گذشت زمان نتواند به اشتباه و بدکاری خود پی ببرد. آیا نمی دانستند با این همه بازداشت جوانان به علت خواندن یک کتاب و یا گفتن یک جمله اعتراضی برای سرور و تقدیم کنندشان یعنی شاهنشاه آریامهر دشمن می آفرینند؟ به جای به کار بردن عقل و دانش پژوهی و شناخت انسان و یافتن راه حل برای آرام کردن مخالفین، با تنبلی به زور متوسل می شدند. این زورگویی در همه دوران تاریخ از سوی همه سیاستمداران، یا بهتر بگویم چوپانان گله های انسانی، اعمال شده. آیا تکرار این وضع را در ایران امروز شاهد نیستیم؟ آن زنان و مردانی که خود را برتر، پاکتر و مدافع دین می دانند و خواهان حفظ و نگهداری اسلام هستند، از تجربه گذشتگان درس عبرتی گرفته اند؟ به جز خودبینی آیا تجربه ای دارند؟ آیا می دانند که فشار بر مردم دشمنی می آفریند و نفرت از حکمران با گذشت زمان سبب سرنگونی رژیم می شود؟ رژیمی که با نادانی دفاع از آن را تصور می کنند. همه بیخردان برای رسیدن به هدفشان، آرامش یافتن سریع روان و زندگی، زور را وسیله و از کنار بردن مخالف را هدف قرار می دهند. در زمینه محدود و کوچکشان همینان هستند که در وسایل مختلف ارتباط جمعی و علنی و مخفی فحش خواهر و مادر به مخالفین میدهند. اگر توان مغزی داشتند، اگر دانش و معرفت داشتند، اگر مغزشان در اختیار خودشان بود، بحث کرده و با دلیل و منطق اعتراض خود را بیان کرده و یا می نوشتند. اندیشمندان اجتماع بشری در طول تاریخ خواهان بهتر نمودن انسان بودند. اگر شکست خوردند، اگر فعالیتشان به درجه دلخواه نرسیده، این کمبود و تقصیر به علت فرهنگ عمومی تزریق شده به بیشعوری هاست که قرنها ادامه داشته و هرگز بهتر نشده و از مغزها خارج نخواهد گشت. آرزومندم با اندیشیدن از چنگ مصیبت‌های ساخت بشر و ارث رسیده بیشعوری رهایی یابید. خوش و تندرست باشید. خیلی ممنون. من تو صحبت‌های شما دو سه تا چی که قبلا هم گفتم، چون من به دوستانی که دارن تلاش میکنن زبان فارسی که بعد از این همه سال به اینجا رسیده که مخلوطی از زبان فارسی، عربی، فرانسه، شوروی، حتی کلمه گالسکه، سماور، خیلی چیزهای دیگه و انگلیسی هست، اونا هی با درود ورود، با فرتور یعنی عکس، نمیدونم بامدادان، شامگاهان، و آقا میگن سرور، به خانم میگن نمیدونم کدبانو، از این چیزا. شما مثلا اینجا میگید شرحیدم، یعنی شرح دادم. خب اگر وقتی میگین شرح دادم همه ما میفهمیم، چرا تلاش میکنین شرحیدم رو جا بندازید؟ یا میگید به اجازید، یعنی اجازه بدهید. بعد این دوتا چیزی بود که نوشتم راجع به آمریکا، شاه رو میترسوند که روسیه به خلیج فارس به آبهای گرم نرسه، و ذوب‌آهن شوروی، تا اونجایی که ذوب‌آهن شوروی رو من میدونم، مثل که اول یه چیزی از وستینگ هاوس
حالا نمیدونم در رابطه با نیروگاه اتمی دارم قاطی میکنم، بعد مثل که آمریکا درست چیز نبوده، فکر کنم اون نیروگاه اتمی بوده، وستینگ هاوس خریدن، قرار دادم وستینگ هاوس بوده، ولی آمریکا گفته بود اگه اینو خریدی سوختش هم باید از من بخری. مثل این میمونه که من یه ماشینی از یه جایی بخرم مثلا تو جاده شماره یک، بعد طرف بگی که اگه از من خریدی باید بنزینم از این داداشم بخری و هر جا باشم من باید زنگ بزنم آقا نمیدونم 2 گالن برای من بنزین بیار. این بود که بعد ایران تصمیم گرفت از شوروی اون نیروگاه اتمی رو بگیره. ماجرای ذوب‌آهن هم یه چیزای پشتش هست که پیدا میکنم بهتون میگم، ولی ماجرای رسیدن شوروی به آبهای گرم و از این که براتون بگم که این آخوندها چقدر موذی و پدرسوخته هستن، صحبت بود که مثل کانال پاناما که کشیدن و این دوتا دریا به هم وصل شد، دیگه کشتی ها نمیخواست چند مدت دور بزنن و اینها، اون موقع که چند ماه دور بزنن، صحبت بود که کانالی بزنن دریای مازندران یا بعضی دریا چه میگن، بعضی ها میگن دریای مازندران، اون رو بس کنن به خلیج فارس. آخوندها گفتن به روسیه که ما به معجزه اسلام این کار رو انجام دادیم، شما نفتتو شمال بده به ما، ما قسمت های شمال رو با نفت شما میپوشونیم پخش میکنیم، هر 1000 لیتر دادی 1000 لیتر جنوب بهت میدیم. اصلا مغز هیچ جانوری، هیچ جانور چی، مغز هیچ نابغهی به این میرسی که به طرف بگه آقا کانال میخوای چیکار، تو همه این کارها رو میخوای بکنی که نفت و گازتو بفرسی بره، نفت و گاز اینجا ما بده، ما این پایین نفت و گاز بهت میدیم، تازه نفت و گاز بهتری هم مثل که این هست. خب by the way I had no idea that جلیل مرتضوی he is blind. خب بله، از legally blind، legally blind یعنی شما شماره چشمت انقدر قوی میشه که مثلا جلو تو میبینی، یکم دورتر به صورت شبح میبینی اینها، و ایشون گفت که تصادف کرده بود اینها، ولی اصلا هیچ ربطی با بحث ما نداره. امروز آقای مرتضوی میاد خبرها رو میگه، روزنامه ها رو میخونه. من خیلی خوشحالم که همین کاریه که من قبل از این که بره با این آقای حمید حقگو و تلویزیون را بندازه و برای خودش دردسر درست کنه و تو خونه یا هر جای استدیو را بندازه، بهش گفتم آقا این چلو کبابی که هست سالها هم چلو کباب ساخته داده دست مردم، هیچ کم تا امروز مسموم نشده، خب بیان اینجا نهار بخورید، چرا الان میخوای منقل و اجاق گاز و فلان و بیسار، اینها رفتن کردن دیدن، دوستیشون هم احتمالاً به هم خورده وقتی ایشون میگه من رفتم ایران و برگشتم دیدم ویدیوهام پاک شده، حالا نمیخوام بگم او بوده ولی حتما اون بوده. این از این. ولی شما یه نکته‌ای رو اینجا گفتید لیلا خانم، سرسری نگذرید، بذارید من عکس آقای کاووسی رو نشون بدم اینجا. ببینید من الان تو برنامه هم، همین برنامه‌ای که شما اسمش رو صغرا کبرا میذاری، به قول این دوستمون یه چیزهای شرحیدم که شما اگه به اجازید آقا این حرفا رو تو رو خدا بذارید، شما اگر جنوب استان فارس و جنوب ایران زندگی کردی با اون لهجه خوبت، همون فارسی که میدونی و صحبت میکنی، همونی که با خانوادت صحبت میکنی، لطف کن با ما هم صحبت کن، این شرحیدم و به اجازید و اینا رو بریز دو. این یک. ولی برگردیم با این لیلا خانم و این ماجرایی که فکر کرد برنامه ما لیلا آچیچی صغرا و کبران. ببین عزیزم، من اول برنامه گفتم یه نادانی به نام علی کیمیایی آمد تهدید کرد فوری با پلیس کالیفرنیا تماس میگیری، حتی با FBI محلتون هم میتونی تماس بگیری. ما چون پابلیک فیگر هستیم، اولین چیزی که تو کلاس مجری بودن و کلاس تهیه کننده بودن یادت میدن، میگن ببین تا امروز هیچ که شما رو نمیشناسه، از امروز یه عده شما رو میشناسن، بدونی که تو رو بشناسن این ور اون ور میخوان بگن با تو اصلا دوستن، رفیقن، باهات هم مدرسه بودن فلان، یه عده تو رو میشناسن میبینن میخوان بگن این همین مزدور خائن فلان اینا، they either hate you or love you، یا ازت متنفرن یا دوستت دارن بدون دلیل، ولی گو ممکنه فوش بدن، انتقاد کنن، زنگ بزنن، مزاحم بشن، میکروفون گوشی رو به جای اینجاشون گوشی رو یه جای دیگرشون بکنن، حرف بزنن، مهم نیست. اگر کسی تهدیدت کرد تا اونجایی که ناشناس و موقع تلفن نمیتونستی بفهمی شماره کیه اینا، ولی به مجرد اینکه شما طرف رو میشناسید، مخصوصا لیلا خانم اگر شما این چیزی رو که الان داری میگی و جای عمومی نوشتی
که آقای سعید کاووسی منو تهدید کرد که میاد منو میکشه. شما زنگ میزنی به پلیس ویرجینیا، زنگ میزنی به پلیس کالیفرنیا، میگی این آقا روی فیسبوک یا با تلفن یا با هر چیزی من رو تهدید کرده. اونام بهش زنگ میزنن، توضیح میده که آقا ما وقتی میگیم میام میکشمت، من به دوستم هم که زنگ میزنم میگم انقدر دوستت دارم که میام خفت میکنم. دیدی طرف به یکی میگه آقا من خونه تو آتیش میزنم، فردا خونهش آتیش میگیره میرفته اونجا. در صورت اگه همچین چیزی بوده شما جدی فکر میکنید ایشون شما رو تهدید کرده، ببینید اون باز برمیگردیم با دیگه اسم نمیارم، سعید کاووسی دوست منه، من اینجا 20 سال حداقل باهاش رابطه دارم، 30 سال میشناسمش، از موقعی که تو اون آقای فرجاد بود که بود ویالون میزد، خانم سرشار یکی چی اسمش میخوند، این به عنوان ضرب و پرکاشن و تنبک به عنوان هنرمند میشناختم، ولی 20 ساله که دوستیم، رابطه داریم. مثلا یادتونه یه دفعه گفتم یه ماشین اینجا خراب بود، هرچی مکانیک دوست ما بود نتونست درست کنه، به این زنگ زدم از یه جایی که رفته بود برنامه اجرا کنه آمد و همینجور کراوات رو باز کرد و رفت زیر ماشین رو درست کرد و فلان و بیسار اینها. ولی من شما رو نمیدونم، نمیشناسم. اگه تو خیابون ببینم شما اگه بیای بگی من لیلا هستم میگم آه چه خوب، ولی من شما رو نمیشناسم. با وجود بری الان دارم از شما دفاع میکنم، این همون چیزی که پریروز از اون خانمی که نمیشناسم دفاع کردم، به دوستم گفتم چرا شما میگین به این پول دادن، که این دوستمون میگه من ننوشته بودم، من پاک کردم، ای کاش عکسش بود یه چیزی بود نشون میده. این سعید کاووسی. حالا چرا من سعید کاووسی رو بعضی حرفایی که میزنه دوست دارم؟ نگاه کنید دوستان، بیاین تو همین صفحه فیسبوک سعید، اینم یه تبلیغ مجانی برای تو، ایرانی های مقیم خارج داخلی ها رو آدم نمیدونن، اینجا برای منافع شخصی قربون ایرانی میرن، با افتخار هم میگن من با ایرانی معاشرت نمیکنم. راست میگه. 10 بار 20 بار یه جایی نشستیم، نهاری شامی رستورانی بوده بیزینسی بوده، گفتیم آقا یک آگهی به ما بده، گفت آقا فلان فلان ایرانی ها، من با ایرانی کار نمی کنم، من با ایرانی فلان. حالا اینجا باز نوشته زنهای ایرانی که یواشکی با اینو اون بودن، حالا میگن حد دوست پسرهام پر شده باید دیلیتتون کنم، به ایرانی تناب بدی خودشو دار میزنه. این نوشته ها رو حالا دیگه یاد گرفته، اگه از من یاد گرفتی که اون دفعه نشون دادم، منم اونو از خانم الهام چیز یاد گرفتم، اسمشم یادم رفت. بله، از 100 تا ایرانی کمک بخواد 99 تاشون حوالت میکنن به خدا. اگر تو خدا بودی به ایرانی کمک میکردی؟ همین الانش هم نمیکنی، میخوای سر به تنش نباشه. اینم از این. حالا ببینیم که لیلا خانم چی می‌نویسه. I want to make sure that we are talking about the same سعید کاووسی مکانیک. بله، آقای سعید کاووسی مکانیک بوده، تو برنامه‌های مختلف بوده، تو تلویزیون خود ما برنامه داشته، تو همین تلویزیونی که آقای جلیل مرتضوی با اون آقای حقگو را انداخت، پرویز حقگو اگه اشتباه نکنم، میگم حمید حقگو چون حمید حقگو فامیل ما، در صورت با اونم برنامه داشت، مینشست تو ماشین تلفنش هم اینجوری میگرفت دستش، حالا یا با اسکایپ یا با فیستم با اونا برنامه میذاشت. بله، همین سعید کاووسی و دوتاش یکیه، هیچ چیزی نمیاد. بله، همین خانم حوریه قرداغی نوشته درود جناب سوربی، شاید فقط تقدیر میتوانست نام من و گوشه ای از فعالیت هایم را بعد از مدت ها از رسانه فارسی زبان مطرح کنم. جناب سوربی گرامی، بی نهایت باعث افتخار و خرسندی است که یکی از برنامه‌هایتان را به من معرفی من و صفحه هم اختصاص دادید. اما خوشحال خواهم شد اگر بتوانم با شما تماس گرفته و در رابطه، من از شما دعوت کردم خانم حوریه و به خاطر اون نوشته، چون من قبلش منم شما رو نمی‌شناختم و اون نوشته رو که یه دوستمون خانم ایوان پری اونو گذاشته بود، نوشته بود آقای سوربی نگاه کن این جوون حرف دل من و شما رو میزنه، یه جوونی شما اومدی حرف دل من و اونو زدی گذاشته و حالا بعدم تهمت بهتون زدن، فحش بهتون دادن، حتما عکستون هم میذارن جزء مزدورا و خائنا. ولی اینایی که عکس دیگرانه میذارن به عنوان مزدور خاطر، الان میبینم آقای همایون مبصری هم اینجاست. آقای مبصری، ای قبلش نشنفتیم تو برنامه من درباره شما صحبت کردم و تنها کسی که پاسخ داد و معلوم شد آب زیر کاه نیست و کاسه زیر نیم کاسه نداره شما بودید.
که به درستی گفتی. اولا راجع به نیاک هم هیچی نگفتی، گفتی که سوربی این نظری که شما داری آزادی نظر داشته باشی، ولی چون آمدی زیر نامه اونا رو امضا کردی مثل اینه که زیر پرچم اونها سینه میزنی. آفرین، منم برای شما نوشتم. از این به بعد اولا من به پتیشن و اینا باور ندارم. تا حالا چند تا پتیشن تومار نوشتیم که کاری انجام داده باشه؟ ایداد بیداد. در صورت برنامه رو نگاه کنید، با هم خواهیم بود. لطف کنید دوستان در حین برنامه ما رو تو این کوچه تو اون کوچه نبرید. انقدر کوچه پس کوچه، انقدر کوچه های قهر آشتی رفتیم، بذارید این لوال همین برنامه صغرا کبرای ما. من اسم برنامه‌م اینه، آنچه شما میگویید با مردم از هر دری سخنی، از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق، در سری برنامه‌های مرد عنکبوتی با شما. آقای کوروش منتظر ماست، ببینم با کدوم یک از این برنامه‌ها من میتونم به ایشون زنگ بزنم. شما نمیدونید چند تا برنامه الان اینجا بازه که من فقط بتونم به این آقای کوروش زنگ بزنم. شمارش هم رو این تلفن هست، 404 اگه اشتباه نکنم. دیگه اصلا تلفن ها رو بلد نیستیم که شماره های بخ نوام هم اومده اینجا، باید برم، ولی بذارید از روی ایمیل پیدا کنم. خدایا اینجا ایشون پیغام گذاشته، من هم شمارش پیدا کنم. آره، این دوستمونم که اون دفعه از باهائی‌ها صحبت کرده بود اینجا نوشته، خانم حوریه قرهداغی برای من با فارسی هم ایمیل فرستاده، خیلی ممنون، حتما با شما تماس میگیرم. ولی بذارید فعلا با آقای کوروش سلیمانی تماس میگیرم. دو تا سوال از ایشون دارم و امیدوارم برنامه‌هاشون رو به زودی باز اینجا آغاز کنن، تا بلکه صغرا کبرا گفتن ما کنار بره و به قول معروف یک چیز جدیدی هم اینجا گفته بشه. بازم دعوت میکنم از خانم لیلا میلانی که بیان و برای شما دوستان یه برنامه‌ای در خور شأن ایرانی ها، در خور شهر بانوان ایرانی به اصطلاح درست کنن. اینم از این، چه شماره قشنگی هم داره این آقای کوروش سلیمانی. خب ببینیم وصل میشه. بله، آقای همایون مبصری. نمیدونم چرا دو بار به دو صورت نشون داد، یه بار اون بالا نوشته جوین، یه بار این پایین. آها، چون بابت ابراز احساسات کردی اینجور نشون میده. خب دوباره این همین ماجرا، ما زنگ میزنیم میگه با چی میخوای وصل کنی، میگیم والا بلا با این میست کال. اوکی، حالا میگیم تلفن، میگه هنگ اوت. باورتون میشه؟ فون تو کال ویت هنگ اوت، فون تو کال. یه مدت اسم اینا رو میذاشتن VoIP، Voice Over Internet Protocol، حالا شده Phone to Call اوکی. اون وقت حالا هی داره صفحه، یه وقت صفحهشو نشون میدم ولی چون من نشون نمیدم. ببینیم آقای کوروش سلیمانی با 7 دقیقه تأخیر، من سعی میکنم وبسایت ایشون. عالی جناب سوربی بفرمایید. سلام عزیز دلم. عالی جناب ترامپ، آقا من دوست شما هستم سوربی. دوستان عزیز، با آقای کوروش سلیمانی هستیم. ایشون چندین بار برنامه‌های خودشون رو در تلویزیون مردم داشتن، یکی دو بار مهمان برنامه‌های من بودن. امروز دیروز لطف کردن یه عکسی فرستادن، چون من بهشون گفتم بیا چند دقیقه، چون شما هم هنرمندی و هم یهودی هستی، کلیمی هستی، من یکی دو تا سوال دارم. اولا من میکروفون رو در اختیار شما میذارم که شما با دوستان بیننده و شنونده سلام علیک و احوال پرسی کنی، بعد من اون دو تا سوالمو میپرسم. به دوستانم مژده دادم که شما به زودی ممکنه باز برنامه‌هاتو اینجا شروع کنی. این شما آقای سلیمانی، اینم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. جناب صبری، به خاطر اینکه ما ناراحتی وجدان نداشته باشیم، میشه بگید من چقدر وقت دادم که من اینجا برای خودم تایمر بذارم؟ چون من چونم گرم بشه فیل جلو دارم نیست. شما بگید ما چقدر وقت داریم. 10 دقیقه خوبه برای امروز؟ بله، از سر اونم زیاده. خیلی ممنون. بگو عزیزم. یکی اینکه با سلام و درود خدمت بینندگان و شنوندگان شما و همچنین تلویزیون های دیگه که اونم بهشون بر نخورد. دیگه این که میخواستم بگم شما من رو با عنوان یهودی معرفی کردین، من هم یهودی هستم، هم یهودی تبار.
و فرق با مسلمان تبارا اینه که اینایی که مسلمان بودن بعد یک بار متوجه شدن که اون دینشون بهشون تحمیل شده و این پیامبراشون خدا بهشون چیزی نگفته و بهشون با خون و خون ریزه اینا، یک نفرتی پیدا میکنن از اون دینی که قبلا از گولی که خوردن و به طور کلی خوشونه میکشن کنار، آرشون بیاد بگن ما مسلمونه. ما یهودی تبارا فرق میکنه وضعمون، ما متوجه شدیم که این خدا در واقع نیومده با یده از این پیغمبر را صحبت کنه، این خیال خودشونه، ولی چه کنیم که ما به این قوم وابسته هستیم، تاریخ ماست، فرهنگ ماست، زبان ماست، خوب، بد، زشت، زیبا، نیک، نکوده، هر چی که هستش تعلق داریم. اگر که یهودیت اسرائیل چیز مثبتی داشته باشه افتخار میکنیم، اگر نکات منفی داشته باشه ما سرانه میگیرم پایین، مایه شرمندگیه، متوجه هستید؟ و من گفتم به خاطری که من تعصب دارم، من وابسته هستم به دین یهود و اسرائیل و همچنین ایران و همچنین امریکا، اینه که خواستم این موضوع رو مشخص کنم که اگر زیر این حرفای من یک کمی کفه حمایت از یهودیت اسرائیل سنگین تره بدونید درست بکردین، ولی سعی میکنم که منصف باشم، بکنم این توضیح ها کافی باشه. حالا در مورد موضوعی که شما دیروز مطرح کردین، نه بذارید بپرسم، بذارید بپرسم تا دوستانی که به اصطلاح الان دارن با ما گوش میدن از طریق فیسبوک مردم تیوی بعد یوتیوب و اینا بدونن در چه موردی هست. اولا اینی که شما گفتید، من تو همون چند برنامه‌ای که با شما داشتم دیدم که شما آدم متعصب مذهبی نیستید، ما میگیم مذهبی‌های خشک، اونجوری نیستید، خیلی با شوخی مسائل حل میکنید. ولی یه چیزی که هفته گذشته به اصطلاح دنیا رو تحت شعاع خودش قرار داد، ماجرای این بود که اسرائیل تو مجلس تصویب کرد که ما اینجا کشور یهودیا هست، این کشور کشور موسا و یهودیا و chosen people هست و اینها، نظرتون در این باره چیه؟ و بعد اینه که گفتید اون ماجرای حضور وزیر امور خارجه رو ازتون میپرسم، بفرمایید. بله جناب، اگر اجازه فرمایید، شما هفته پیش یعنی دو روز پیش یه عکس نشون دادید، من گفتم یکی از وزیرهای اسرائیل گفته که ما بچهای غزه رو باید نابود کنیم، بکشیم، یعنی کم چه حرفی شما که یادتون هستش. بله بله عکس هستش، یکی دیگه هم گفته شما بودتون... ممکنه تکرار کنین اینه که من چه دقیقا جمله شما یادم نیست، میخوام خودتون تکرار کنین که آره وزیرم نبود مزنیم. یه کاری مال یونسکو بود، گفته بود که یه چیزی مثل جنساید، یعنی باید نسل اینا رو از بین ببریم، جنساید یعنی میشه نسل کشی. این کی بوده گفته؟ آها خب دیگه اگه اینجوری شما من میگفتی آمادهش کنم، من فکر کردم که اونو که شما میگید دیدیم، من الان اسمشو نمیدونم ولی نشون دادم، اتفاقا چیزم جالب بود که مال خود اسرائیل بود، یعنی اون مجله‌ای که عکس شاپ کرده بود، بذارید ببینم میتونم پیداش کنم، ای کاش دیروز که با شما یا امروز بود با شما صحبت کردم. حالا میتونیم درباره‌اش صحبت کنیم چون که اینا مثل حل کردن مسائل به طریق ریاضی، فرض کنیم همه اینا درست بند سابقتی شما کوچکترین شکی نداره. نه 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 بذار اتفاقا الان دارم اینو نشون میدم، این یکی هم راجع به ایرانی ها گفته که این مال The Time of Israel هست، مثل اینجا داریم نیویورک تایم یا لس آنجلس تایم، این The Time of Israel تاریخش هم جولای 23 یعنی پریروز، اینم من نشون دادم الان هم اینجا نشون میدم، این یکی هم گفته که هیلینگ ترامپ ترید میگه که اینا به اصطلاح تشویق کردن، هورا کشیدن برای تهدید ترامپ، اسرائیلی یونسکو انوای کارز ایرانیان انیمال، میگه که کسی که توی به اصطلاح یونسکو این انوای، کسایی که به اصطلاح اونجا مثل نماینده اسرائیل هستن، میگه که تشویق کرد و اینها و گفته که این ایرانی ها انیمالن، که من گفتم بابا اقلا میگفتی آخوندا، میگفتی گاورمنت ایران، ولی مردم ایران که اینقدر همشون همینسن ما با اسرائیل دوستیم اینها. من الان دارم عکسشو نشون میدم، اسمش هم نوشته کارمل شما هاکوهن says best president ever knows how to deal not only with human being but also with animals. بله منظورش ایرانی ها بوده. بفرمایید. ببینید جناب آقای مشیری، بله بله آقای دکتر مهندس، آقای مهندس مشیری، مهندس بله بله،
میگفتن که درسته که بعضی چیزا مستنده ولی اینا انتخابیه. حرفایی که شما شنیدین ما درست، ما که نمیتونیم ثابت کنیم، بگه همه اینا درست، ولی یک نفر گفته، اول اینو به حساب همه نمیشه گذاشت و ثانیا اونم به حساب همه ایرانی ها نمیشه گذاشت. این افراد یک نفر بزرگ کنی و اینجوری اون میگن چه میگن استریوتایپه، که اینو به حسابه که استرالیا گفتن همه یهودی. الان کلی پیوندهای در چیز میتر نتانیاهو رو نمیگی که میگه بابا ما ایرانی ها رو دوست داریم، ما حاضریم بهتون آب بدیم، کمکشون کنیم. تمام این چیزها رو معمولا اون رئیس دولت اینا گفته. اینا زیاد نکات پیدا نمی کنه تا یکی همچه حرف میزنه که تازه معلوم نمیسته درسته. حالا فرض میکنیم درسته، اینا نباید به حساب یک دولت گذاشت، یک مردم گذاشت، باید بگه که همه مردم ایران اینجوری هستن. چقدر از ایران اینا قدردانی کردن به خاطر کوروش، رابطهشون هم خیلی خوب بوده، میگن بابا میخوایم با هم زندگی کنیم، دشمنی نه، هم ایران اینجوری داشت خوشبختانه حرف میزنن، هم از اسرائیل. اینه که گفتم فقط این اخباری هستش، یه وقت هم اخبار جعلی هستش و این اتفاق اگه افتاده بود مطمئن باشید من اخبار الجزیره، اسرائیل، همه اینا، رادیو فرانسه و ایران گوش میکنم، یه همچی چیزی نشیدم، متوجه هستید؟ و اینم راجع به صداقت اسرائیل بگم، مطبوعاتش البته، اون یه وزیرش که جاسوسی کرده بود همه خودشون اعلام کردن، از آقای منشه امیر پرسیدن توی مطبوعات رسانه‌های گروهی ایرانی، ایشون قبول کرد، توضیح داد، در برنامه میهن تیوی آقای بهبهانی از آقای بوچساز پرسید راجع به این موضوع، ایشون هم توضیح داد، قبول کرد، منتش گفت خب ایشون یه مقدار آدم شیادی بوده و یه مقدار سعی کرد که کمرنگتر نشون، حق هم داره، منم بودم آقای سلیمانی اجازه بدید، من نشنیدم اینا که شما میگه جایی ببینید وقتی من یه چیزی تو برنامه گفتم بعد با شما صحبت میکنم، الان دارم نشون میدم که اسرائیل تایم داره نشون میده، نوشته تاریخ اینا رو، اگه شما میگفتی من براتون میفرستادم، ولی شما اینا رو فراموش کن، ما اصلا اینا رو میذاریم بر. بعد وقتی از یه نفر یکی از یکی سوال میکنه که آقا مثلا این ملاها چرا مردم رو میگیرن، اگه طرف بیاد بگه خب اونجایی هم که آب میکشن برای دهات اونم بگو، شما میفهمی این چقدر بیمنطقه. شما داری سوال میکنی آقا این ملاها چرا دارن جوونا رو میگیرن، شما راجع به این صحبت کن. حالا شما میگید اسرائیل خوبه فلان، قبول داریم. من سوال میکنم از شما، اینو شنیدید که مجلس اسرائیل اینو تصویب کرد که اسرائیل کشور یهودیاست؟ بله. اینو شنیدید شما؟ اینو شنیدم، بله. نظرتون در این مورد من راستش که بگم من نظری ندارم، ولی فقط به طور کلی توضیح بدم، چون که به دو طرف قضیه باید گوش کنید. اسرائیل یه شرایط متفاوتی داره، بعد یک حرفایی هستش که خیلی به دل میشینه، خیلی خوش میاد، ولی در عمل یه وقت میبینیم اون چیزی نیستش که شما انتظار داشتی و همیشه سورپرایزایی هست. به عنوان مثال دارم بگم، مثلا وقتی که به شما میگم بابا جو کسی که یه بچه داره و این شوهر نداره، یه همچیز دانه، خب ما بخاطر کمک حجیبش بدیم تا بتونه بچه هاشو بزرگ کنه، بعد یه دفعه متوجه میشن میبینن که گرچه حسن نیت داشتن ولی خیلی هستن به خاطر اینکه پول از دولت بگیرن، خب دنبال کال نمیرن. اگه که بخواد بچه دار بشن میبینن درآمدش بیشتر، دولت پولشون میده، دنبال کار نمیرن اصلا، شوهرها میذارن کنه. یا اینکه اون چیزی که در سوئد اتفاق میفته، اومدن از اون مهاجرین با حسن نیت استقبال کردن و آواره، حالا اومدن میخواد سیستم سوئد به طور کلی عوض کنه، میگن تا 25 سال دیگه سوئد اصلا یک کشور اسلامی میشه. نه خب اونا بسیگی این موضوع هم هست، من اینو فقط از این لحاظ خاطر نشون میکنم. ببین آقای و یه مقدار مسئله امنیته، از این لحاظ یه وقتا یک چیزایی هم که منصفانه نیست، شاید به خاطر امنیت یه وقتا مجبوره این کارو بکنه. نه بفهم. با همه اینا شما با وجودی که گفتید من نظری ندارم، ولی الان نظراتتون رو گفتید، یکی میگید که به خاطر امنیت، به خاطر به اصطلاح مسائل اقتصادی، مثال سوئد رو که زدید خیلی مثال خوبی بود که بله اینها آمدن آزادی و مردم آمدن، بعد دید آقا این مسلمونه 10 تا بچه داره، 10 تا 700 مارک چی میگن کرونه چیه میگیره، از سوئدی که میره سر کار بیشتر پول داره،
اصلا گفته بودن طرف معلم سوئدی رفته بود خونه یه پناهندهی، گفته بود این تلویزیونی که شما دارین من اصلا تو هیچ خانواده سوئدی هنوز ندیدم و این چیه؟ اینا رو ما میدونیم. من میگم شما آتلانتا زندگی میکنی، به عنوان یک ایرانی، یهودی، اسرائیلی، هر چی خودت میدونی، نظرت درباره این که اسرائیل توی سال 2018 بیاد اعلام کنه که کشور ما کشور یهودی هست چیه؟ شما میگی موافقم؟ من نمیدونم. آه اوکی، قبول دارم. باشه اوکی، قبول دارم. اگر این اوکی. اسم یهودی روش باشه یا نباشه باشه بکنه، این برای من مشخص نیست. اوکی. که به شما جواب بدم. شما نمیدونید. اجازه بدید. من بریم توضیحات آقای نتانیاهو رو نشیدم. بله. اوکی. بگم چه فرقی داره بسیار حالا عالی. یهودی باشه چه نباشه. بسیار حالا شما یه غذایی میخورید. بله. بعد که حالا چه فرقی میکنه چه اسمی روش باشه چه نباشه. چرا اتفاق خیلی فرق میکنه؟ شما جایی که میدونم به چه دلیل این کار کردن. آها. خب اگه یه کمی تحقیق کنی بعد. روی مسائل اینه که نمیخوان اون سنتشون رو دست بدن فرنگ، مثل کاری که پوتین توی روسیه کرد، توی پارلمان اون دوما روسیه پیش 5000 نفر گفت کسی که میاد اینجا باید آداب و رسوم چیز تمام اینا را منظورشون مسلمان های چچن بود که الان میخواستن شهری اونجا را بندازن و خیلی چیز فکر میکنم. من دقیقا نمیتونم حالا اگه بیشتر در این باره بیشتری ندارم. بسیار ممنون. اگه بیشتر در این باره تحقیق کردین یا براتون جالب بود چیزی خواستید بعدا بگید. جالبه. بله. حالا یه مسئله دیگه ای که شاید چون برنامه در زمان وقت اونم تموم شدن دیگه تقصیر شما هست اگه حالا هم که من وقت بهت میدم خودت میخوای خیلی مقرراتی بشه. یه چیز دیگه خیلی خلاصه، شنیدی که یک شنبه هفته قبل این وزیر امور خارجه آمریکا آقای مایک پامپئو رفته بود که توی کتابخونه ریگان توی کالیفرنیا. بله بله دیدم. چند تا ایرانی هم که بیشتر طرفداران پادشاهی بودن اونجا بودن و خواهش کرده بودن که با مجاهدان همکاری نکنید، ولی حتما برید بزنید آخوندها رو بندازید و کلید ایران رو بدید دست ما. نظرتون درباره این نوع به اصطلاح گرد همایی ها، این نوع درخواست اول چیه و شما فکر میکنید که امکان داره که مثلا آمریکا با اسلحه همون جوری که برای عراق، برای لیبی، برای سوریه، برای هر جایی که بگید دموکراسی برده، برای افغانستان امکان داره که دموکراسی ببره برای ایران، یا شما جز اونای هستید که امید دارید که اینا حمله کنن، یا فکر میکنید هیچ جنگی یا هیچ حمله‌ای به اصطلاح کارساز نیست؟ نظرتون رو در این مورد بگید. اگر نه نه من امیدوارم که چه حمله نکنن، متوجه هستم، ولی فکر میکنم اینجوری که اخبار گوش میدم امریکا نمیخواد دوباره درگیر جنگی بشه. بله. و اینا میخواد یه جوری شرایط آماده باشه که مردم خودشون از شهر این رژیم راحت شن و با تحریمای اقتصادی. کوروش جان وبسایت رو بگو، چون دوستان سوال میکنن که این آقا، متاسفانه دوستان توجه نمیکنن، من معرفی کردم آقای کوروش سلیمانی، شما اسمشون رو گوگل کنید میان. آقای کوروش سلیمانی قبلا تو برنامه ما هم تو تلویزیون ما هم برنامه داشتن و ما نمیتونیم یه نفره که داریم میاریم نیم ساعت معرفیش کنیم که بله آقا ایشون رفت دبستان فلان، رفت دبیرستان فلان، رفت دانشگاه فلان. آقای کوروش سلیمانی کاریکاتوریست هستن، فعال هستن، اونجا تو آتلانتا هم مجالسی را میندازن، فراخان را میندازن، به اصطلاح جمع میکنن مردم. وبسایت تو بگو تا من اینجا بنویسم زیر فیسبوک، دوستان بتونن بیشتر با شما آشنا بشن، چون دارن روی فیسبوک سوال میکنن. من اجازه وبسایتم همش کوروش KOUROSH KOUROSH 123.com 123 دیگه از این ساده تر نمیشه. ممنونم. بله اینا فقط دست کلکشن ایجنسی ها ندین اطلاعات ما اونا همه چیز رو میدونن. بله بهتون دوستان گفتم که کوروش خیلی شوخ طبعه، من چون با تلفن بعضی وقتا وقت میکنیم با هم صحبت کنیم، طنز میگه، جوک میگه، این چیزایی که میکشه خیلی قشنگه. این کاریکاتور رو به فارسی هم همین کاریکاتور میگیم دیگه، نه اینجا کاریکاتور میگن بعضیا. بله. خیلی ممنون. اون عکس ها و اینا رو هر وقت دوست داشتی تک توکش برای ما بفرست، ما نشون بدیم در رابطه با مسائل روز ایران یا مسائل روز آمریکا. شما خودتو بیشتر
ایرانی میدونی، اسرائیلی میدونی یا آمریکایی میدونی؟ ببینید ما به سرتاش این مثل پدر مادر هستن. گفتم ما وابستگی داریم به این قوم، این امریکا کشوری که به ما جا داده با اون تمام تبعیضات ضد ایرانی که انقلاب بعد از انقلاب پیش اومد. میدونید ایرانی اومدن اینجا، از امکانات اینجا استفاده کردن، رشد کردن، هیچ تبعیض و ظلم چیزی نبود. چرا فکر میکنید آقای سلیمانی چرا فکر میکنید تو ایران تبعیض هست؟ چرا هست؟ بله شما اینا رو من نمیشه سوال نمیشه شالا ببین الان اینجا سونیا مسجد نمیتونن بسازن، مسلمانن من نمیشه سب کنید. من از شما پرسم چرا فکر میکنید تو ایران تبعیض هست؟ شما باید بگید که برای که هر کی آخونده، هر کی مذهبیه بهش میرسن، هر کی نیست بهش نمیرسن. بعد من بهت میگم خب دوست عزیز این هم کاری که اسرائیل میخواد بکنه. جناب اگه اجازه بدین چون به من درد که وقت داری راجع به این موضوع فکر کنم خیلی وقت میبره. باشه. من بعدا باهات صحبت میکنم، قرار برنامه رو میذاریم، بعد تو برنامه‌های آینده به دوستان میگم که کی با ما هستی. از اینکه وقت تو به ما دادی ممنون و متشکرم. وبسایت تو اینجا مینویسم دوستان، kurosh123.com. روی وبسایت باهاش در تماس باشید، اگه موضوعی رو میخوان باهاش صحبت کنید یا براتون مطرح کنه بگید تا در برنامه‌های آینده بتونیم. من میتونم ایمیل هم بهشون بدم به شما؟ بله بگو. دارم بله همون کوروش. خب کوروش مثل کی؟ مثل کیمات. او مثل اورانگوتان. یو مثل یوغور یونیفرم. خب آر مثل راجر رابیت. خب او مثل آنیون. اس مثل سوپر ساندویچ. اس مثل هویج. اچ اوکی. یا هوایی. بعد این کوروش ببخشید بعد 454454@gmail.com. بسیار عالی، اینم آسان. کوروش 454@gmail.com. اوکی من ممنونم که با ما بودید و با هم حتما صحبت میکنیم تا قرار برنامه‌های آینده رو بذاریم. خیلی ممنون، روز خوب باشید. ممنون از وقتی که ما دادیم. قربان، خدا نگهدار. دوستان عزیز با آقای کوروش سلیمانی بودیم. من الان وبسایتشون این پایین می‌نویسم. این که شد یک تومار. بیا خیلی شکایت می‌کنی. آخ واخ واخ لیلا. کوروش 123.com. بیا اینو www هم می‌ذارم. تو اینجا که بری قسمت کانتاکت. آره این می‌خواست کوتاه‌ترش کنه چون می‌خواد جوک بگه و با خنده و اینا. اونجوری شد www.kurosh123.com. مثال الفارق است. کدوم مثال آقای مبصری؟ من بهتون گفتم بارها چون برنامه من صغرا کبرا هست، وقتی صحبت میکنید بگید درباره صغرا دارین صحبت میکنید یا درباره کبرا. امروز صغرا و کبرا و لیلا هستن. درباره صغرا است، درباره کبرا است، درباره لیلا است یا درباره کوروش. یکم دیگه اینجوری کنم میافتم پایین. آقای مبصری 3 دقیقه بیشتر وقت ندارم. چه مثالی معرف فارغ است؟ این که من میگم در ایران تبعیض و ظلم و زور داریم به خاطری که ایران همین کلمه اسلامی رو اضافه کرد روش و گند زد و الا اگه میومد مثل یک آدم از پادشاهی مردم رفته بودن به جمهوری، جمهوری دموکراتیک ایران، اصلا جمهوری ایران دیگه میگفت ریپابلیک آف ایران. اوکی انتخابات هم میذاشت مثل آدم، ولی وقتی مذهبی ها رو تأیید میکنن. حالا سب کنید ببینید اسرائیل به کجا میرسه. سب کنید بذارید همین شریعه کریسچنیتی مسیحیت به کجا میرسه. نشون دادم ویدیوشو که آقای مثال میزنه و قشنگ میگه ملا سشن میگه ما طبق تورات داریم این بچه ها رو از مادرشون جدا میکنیم. خانم سرا حکبی هم میاد با اون قیافه نحسش میگه بله برید توراتو بخونید اونجا نوشته، برید انجیل بخونید اونجا نوشته. I like your sense of humor Mr. Sorby laughing out loud. امیدوارم که همیشه خاندان و شاد باشید. اگه گاهی هم من به خاطر فشار این برنامه ها، فشار این چیزایی، باور کنید هر روز که میام اینقدر کاغذ میارم، روز دیدید من رفتم تو صفحه قبلی بعد خوندم بعد گفتم این مال قبله. روی برنامه امروز نوشته بودم عکس‌های دیروز و نوشته‌های دیروز رو یادآوری کنید. ببینید می‌خوام بهتون بگم نگاه کنید.
اولا اینجا نوشتم فری شوبری بوسخایی، بعد اینجا می‌بینید نوشتم عکس‌های دیروز، کاغذ دیروز، عکس‌های باقی مانده. یعنی ما بارها گفتم تو این دو سه هفته گذشته یه جلسه باید بذارم بیام تمیز کنم این لایو و تمیز کنم این میز و اینا. در اسرائیل برای شهروندان، در اسرائیل تبعیض برای شهروندان آن وجود نداره. آقای مبصری قربانت برم، شما میدونید ماجرای اسرائیل و اینکه میخوان یه استیت باشه به بنبست خورد اونجایی که زبلا گفتن ها 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 صبر کن، شما اگه اینجا تبعیض نذاری و رأی گیری درست انجام بدی، این مسلمونا که بچه زیاد درست میکنن و ما کلیمیا که به خاطر هر چیزی بچه کم درست میکنیم، اینا رأیشون زیاد میشه. آقای مبصری باید با هم صحبت کنیم. گفت تو مو میبینی و من پیچش مو، البته سنت از 60 که بالا رفت، تو مو میبینی و من ریزش مو. در اسرائیل تبعیض وجود نداره؟ خود یهودیای خاخامشون اینجا دارن فریاد میزنن، اون وقت شما میای اینجا تو جای عمومی میبینی در اسرائیل تبعیض وجود نداره؟ دست شما درد نکنه. ممنون، متشکرم. یه بار دیگه ازت ممنونم، اون صحبت کردی درباره امضاتون و زیر هر توماری نظرید قبول دارم، ولی هر کسی هم حق نداره. یه کسی اگه نظرشو گفت فوری بهش میگن مزدور، خائن، فلانه. هم کمرنگش کردن، هم وزیر اطلاعات ایران خوشحال میشه. همه ما مزدوری. قولت میدم آقای مبصری، یه جا هم به شما گفتن مزدور. قولت میدم شمای بیننده که من نمیشناسم، یه جایی پشت سرت یا جلو رود به شما گفتن مزدور. خب تو مزدور، من مزدور، اون مزدور، هیچ کدومتونم مزد نمیدین. مزد فراموش نکنید، حمایت کنید. روز روزگارتون خوش. همایون یو آر دد رانگ، تبعیض در اسرائیل بیشتره. بفرمایید. دعوت من قبول کرد آقای مبصری، حتما با هم یه برنامه خط آتش کراس فایر میذاریم و صحبت میکنیم. خیلی ممنون. من اگر چیزی هم بلدم از شماها تک تک، یکی اینجا یکی اونجا یاد گرفتم، و اگر کسی از برنامه‌های من دلخور میشه یه مدت تماشا نکنه، وقتی که رسید به اون جایی که بابا سربی راست میگه، درسته این دوست منه، من راننده هستم، درسته این پسره داشته با دوست دخترش سلام علیک کرده اومده با موتورسیکلت زده به ماشین من، ولی من حق ندارم زیر مشت و لگد خوردش کنم، باید وایسم. اولین کاری که میکنم از همین که زده به ماشینم سوال کنم آر یو اوکی، سالم هستی؟ اگه نیست زنگ بزنم آمبولانس و پلیس و اینها بیان. اگه من و شما تو کشوری که آمبولانس هست، پلیس هست، قانون هست، همه اینا هست، اینجوری با هم رفتار میکنیم، اینه که ایرانیه میگه بابا صدر احمد به این آخوندا هرچی خواستن کشتن، هرچی خواستن دزدیدن، حالا دیگه دوباره یه جدید رو بیاریم، دوباره سربی رو بیاریم با این دوستان فرهیختش که میخوان تو خیابون پهلوی تهران آدما رو به درخت آویزون کنن. حتما میگه این سربی دیوونه شده. کدوم احمقی همچین حرفی رو میزنه؟ رضا فاضلی گفت برین ایران اینا رو یکی یکی به درختای خیابون پهلوی آویزون میکنید. چشماتون رو ببندید تصور کنید آخونده رو آویزون کردن. حالا کم میبینیشون تو تلویزیون که آقای رضا فاضلی و چند تا فاضلاب دیگه میخوان بیان اینا رو وصل کنن تو خیابونای شهر. کارمون خیلی خرابه. شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. روز و روزگارتون خوش. از اینکه با من بودید ممنون و متشکرم. آقای همایون مبصری هی تاکید میکنه برای شهروندان آن. آقا این خاخامای تو نیویورک شهروند اسرائیلن عزیز من. حالا من برات لینک ها رو میفرستم که شما تبعیض و آپارتاید تو خود یهودیان ببینید. خود یهودیا هم دیگه رو قبول ندارن. شهروند وقتی منظور از شهروند اسرائیل چیزه؟ چیه؟ کسی رو که به عنوان اینکه کلیمی بوده از روسیه برداشتن با تشویق و ترغیب و خونه بهت میدیم آوردن براش تو ستلمنت ها خونه ساختن به عنوان گوشت جلو توپ گذاشتن جلو فلسطینی سنگ که میزنه اول میخوره به اون روسیهیه، این شهروند اسرائیل هست یا نه؟ اینا آوردن گفتن شما شهروندی، ولی آیا این حق مساوی داره؟ نیست عزیز من. آقای مبصری شما قراره مبصر باشی. روز روزگارتون خوش. خدا نگهدار. به امید دیدارتون جمعه ساعت 2 بعد از ظهر و
شاید فردا یه برنامه بذارم. هر روز میگم فردا. تو آلمان که بودم یه ضرب المثلی بود، میگفت چی؟ مورگن مورگن نیش هویته آل زاگن. میگفت که فردا فردا، امروز نه، همیشه اینو آدمای تنبل میگن. مرسی.